سپاسگزارم. با درود به همه دوستان و خوش آمد به جلسه امروز بنیاد فرهنگی دماوند و با کسب اجازه از آقای دکتر حاج علی گل دبیر محترم بنیاد و بقیه اعضای هیئت مدیره بنیاد جلسه امروز رو شروع می‌کنیم. یک قطعه شعر رو من به مناسبت اتفاقاتی که امروز در ایران عزیزمون میفته تقدیم میکنم، مطلب کوتاهی رو بیان میکنم و بعد آقای دکتر لطفعلیان از پیشکسوتان بنیاد دماوند چند دقیقه در خدمتشون خواهیم بود. آقای مرتضی تروند سخنران امروز آقای اسکندری جور رو که افتخار دادن ما در خدمتشون باشیم معرفی خواهند کرد و بعد در خدمت آقای دکتر اسکندری جو خواهیم بود و بعد از اون هم پرسش و پاسخ خواهیم داشت. من تقاضا میکنم که دوستان میکروفونشون رو ببندن که تداخلی نداشته باشیم. کمترین تحریری از یک آرزو این است: آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی. در قناری ها نگه کن در قفس تا نیک دریابی کز چه در آن تنگ ناشان باز شادی های شیرین است. کمترین تصویری از یک زندگانی آب، نان، آواز. ور فزونتر خواهی از آن گاه گه پرواز. فزونتر خواهی از آن شادی آغاز. فزونتر باز هم خواهی بگویم باز. آنچنان بر ما به نان و آب اینجا تنگ سالی شد که کسی در فکر آوازی نخواهد بود. وقتی آوازی نباشد شوق پروازی نخواهد بود. سیر اتفاقاتی که امروز در سرزمین عزیزمون ایران در جریان ره موجب یک احساس دوگانه در انسان میشه. از سوی مرگ دلخراش دختر زیبای ایران زمین ژینا امینی و دیگر جوانان دلبند و عزیز ایرانی قلب انسان رو مشحون از غمی فزاینده میکنه و به احترام این عزیزان من میخوام تقاضا بکنم که یک دقیقه سکوت بکنیم. سپاسگزارم. از سوی دیگه بلوغ فکری، خودباوری و خودآگاهی و فرهنگ والای پسران و دختران و مردان و به ویژه زنان ایرانی که با خیزشی خشونت پرهیز و فارغ از هر گونه ایدئولوژی و وابستگی حزبی و جناحی صرفاً به دنبال کرامت انسانی و حق انتخاب سبک زندگی خودشون هستند، بارقه امید به فردای روشن رو در دل انسان روشن می کنه. بنیاد فرهنگی دماوند ضمن همدردی با خانواده جانباخته ایران زمین ژینا امینی و دیگر کشتگان و آسیب دیدگان حوادث اخیر در مقابل بلوغ فکری و شجاعت مثال زدنی جوانان عزیز ایرانی سر تعظیم فرود میاره و آرزوی فردایی بهتر که در اون همه ایرانیان فارغ از قومیت، جنسیت، مذهب و هر عقیده‌ای با رواداری در کنار یکدیگر با مسالمت و آرامش زندگی می‌کنند رو داره. سپاسگزارم. از آقای لطفعلیان خواهش می‌کنم که مطلب خودشون رو بفرمایند.
آقای لطفریان لطفاً میکروفونتون رو باز بفرمایید. آقای لطفریان لطفاً میکروفونت رو باز بفرمایید. دوستان سلام به آقای اسکندری جو، سخنران گرامی برنامه امروزمون صمیمانه خوش آمد میگویم و امیدوارم که در این برنامه از بیانات ایشان استفاده کامل ببریم. من مقالات پرمحتوای آقای اسکندری جو رو مدت هاست که در سایت ایران امروز میخونم و لذت میبرم. تا اونجایی که بنده دریافتم آقای اسکندری جو از هم‌اندیشان ملی‌گرای ما هستن و به راستی مغتنمه که امروز در حضورشون هستیم و جای تشکره که دعوت ما رو پذیرفتن و امروز ما رو از سخنان خودشون بهره‌مند خواهم ساخت. در ضمن از آقای الفت خیلی تشکر میکنم به خاطر بیانات به جایی که به سبب آنچه که در ایران میگذره و اندوهی که بر دل ما از مرگ مهسا امینی، دختر شجاع و زیبای هموطن به جای مانده، به راستی جای سپاسگزاری است. گمان کنم شعری که خوندی در شفیع کتکنی بود. بله. که خب شفیع کتکنی هم امروز برترین چهره ادبی ماست و پژوهشگر بزرگی است و به هر حال من صحبت خیلی زیادی ندارم جز این چه منم دو سه بیت شعر از قصیده معروف سیف فرغانی، شاعر هم عصر مولانا در قرن هفتم میخونم که قصیده بسیار زیبایی داره که در واقع طرف خطابش به مغولها و مغولهایی است که ایران رو به ویرانه تبدیل کردن و این گروهی که الان بیش از 43 ساله که بر کشور ما حکومت میکنن دست کمی از مغولها ندارن. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد، در پیش جورتان ز تحمل سپر کنی تا سختی کمان شما نیز بگذرد، در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت این اوعو سگان شما نیز بگذرد، بادی که در زمانه بسی شمع‌ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد، پیل بقا که شاه فنا مات حکم اوست هم بر پیادگان شما نیز بگذرد. سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای دکتر لطفعلیان. آقای مرتضی تروند از اعضای عزیز و قدیمی بنیاد فرهنگ دماوند آقای دکتر اسکندر جو رو معرفی می‌کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم مرتضی. سپاسگزارم دکتر الفت عزیز. من هم به نوبه خودم از آقای اسکندر جو و از تک تک دوستانی که در این مجلس حضور دارن سپاسگزاری می‌کنم و این روز هم باعث افتخاره که من دوست عزیزمون آقای اسکندری جو رو معرفی کنم. البته ایشون معرف حضور خیلی از دوستانی که اینتشه دارن هستن، چون مثلا نصفی از این دوستان هفته قبل در کانون سخنرانیشون رو گوش دادن و موارد دیگه هم بود. ایشون یک بار هم تو جلسه تاریخ پژوهان شرکت کرد، تو جلسه بوک کلاب ما و جلسات مختلفی ما سعادت داشتیم که ایشون رو زیارت کنیم. من مطلب زیادی ندارم، فقط دو سه جمله چون خود ایشون معرف حضور هستن. آقای علی محمد اسکندری جو متولد سال 1338 تهران هستن،
ایشون بعد از اینکه دیپلم خودشون رو از مدرسه دبیرستان پیرنیا گرفتن برای ادامه تحصیل به سوئد استکهلم رفتن و در اونجا به رشته تحصیلی ایشان در رابطه با آموزش استراتژی سرمایه و کارشناس بورس و تحلیل بورس بازار بورس بوده یه مدت و ایشون نویسنده چندین کتاب متعدد هستند از جمله کتاب نام نیچه زرتشت ماورای تاریخ و ماورای سیاست درنگ‌های بیدرنگ و من جمله ایشون بیش از 120 مقاله در مجلات مختلف و سایت‌های گوناگون ایشون انتشار داده. مرد بسیار فعال و کوشا و برای دوستانی که اگه علاقه دارن به برای شناسایی بیشتر ایشون میتونن وبسایت ایشون رو که اسم خودشون علی اندرسکور اسکندری جو هست جویا بشن به اسم نیچه و زرتشت به سایت دو کلمه رو بزنن اطلاعاتی بیشتری ازشون میاد بیرون. و you welcome به قول معروف آقای اسکندری جو با شماست. درود عزیزان، خانم ها، آقایان، درود من رو و ارادتم رو از این سوی اطلس به شما میفرستم، پس درود اطلسی من رو پذیرا باشید. محبت خدمت دوستان عرض کنم. خیلی ممنون از پرزنتیشن کوچکی که گفتید. فقط من اضافه کنم که یک وبلاگی هست به نام نیچه و زرتشت، چون به ذهن میمانه، میدونید که شاهکار نیچه چنین گفت زرتشت است. باری وبلاگ حدود 12 سال فعال هست. حالا یکی دیگر از دوستان هستن که این وبلاگ رو مدیریت میکنن و مقالات من رو یا اگر گاهی سخنرانی مصاحبه بوده در حالا چه از ایران تماس میگیرن و چه در خارج از کشور در اونجا منعکس هست. برای همین خیلی راحت هست، فقط در کنار نام اسکندری جو اگر دوستان موضوعی میخواهید مثلا در حوزه فلسفه نام هگل، هایدگر، نیچه، کانت میاد. اگر در حوزه شعر و ادب و عرفان خواستید مولانا، عطار، فقط کافی در کنام اسکندری جو بیاد، یکی از مقالات یا سخنرانی ها میاد. و اگر این کتاب هم که خواستید فعلا یکی از کتاب ها در اونجا هستش، میتونم مطالعه کنم. و اما برگردیم به موضوع امشب، چون در پنج زیر عنوان داره و دوستان با یکدیگر صادق باشیم در این جلسه که بسیار باور من این هستش که اسکندری جو ناتوان هست که بتونه همه رو در این مدت زمانی که من دارم بتونم لاغل دوستان عزیز رو به نوعی به لحاظ تاریخی یا نگاه سیاسی اقناع کنم. این مقدار سنگین هست، اما چرا چنین شد اشکالی نداره، میتونیم بهش اشاره گونه از کنارش بگذاریم. میخوام بگم که در آغاز جلسه بر من ببخشید که اگر نمیتوانم تمام اینها را کاور کنم و در خدمت دوستان باشم، اما میتوانیم در پس از صحبت‌های من وقتی که به پرسش و پاسخ میرسیم، اصلا شگرد من چنین هست، چون دو مقاله من دارم در مورد و تا سخنرانی در مورد دیالوگ تکنیک‌ها رو اونجا گفتم، بعد اونجا مترجم میشیم که آیا ما داریم با همدیگر مناظره میکنیم، محاوره کانورسیشن میکنیم، دیبیت میکنیم، یا دیالوگ داریم، یا اصلا دیسکاشن داریم، یا هیچ کدوم اینا رو نداره. معمولا هم ایرانی ها هیچ کدومش رو ندارن. در اونجا ما سعی میکنیم فقط با زوم کردن بر روی موضوع اون اشکالات من و اون بخشی که من نتونستم و نرسیدم توضیح بدم، دوستان بیان و به یاری من کمک کنیم که حقیقتی آشکار بشه و جلسه رو پربار کنیم. منظور این هستش که به کمک من بیایید. خب برای اشاره در ارتباط تیتروار میدونیم که در موضوع سخنرانی هست 5 نکته هستش. فقط عرض بکنم که گام اول در ارتباط به اینکه روسیه رو ما بخوایم بشناسیم یا ارتباطی باش داشته باشیم، ما یه هدیه خیلی مقدسی داشتیم که این رو انصافا در طبق گذاشتیم، یعنی در طبق اخلاص گذاشتیم، حتی به نظرشم شاه عباس گذاشت دقیقا 400 سال پیش، یعنی 1000 رو فکر میکنم 622، خب ما در 2022 میشه 400 سال پیش، 400 سال پیش آغاز میشه رابطه ما با روس‌ها. دوستان عزیزمون اشاره کردن که حالا مغول‌ها آمدن و اینها، روس‌ها در اینجا اشاره کنیم، روسیه کشور یک جغرافیه نیست، روسیه یک فنومنه، یک فنومن فرهنگیه.
منتها این فنومن فرهنگ هیبریدیه، یعنی ترکیبیه، دقیقا ترکیبی از مغولی داره. چرا؟ چون زیر سلطه مغول ها بودن و ما ایرانی ها هم زیر سلطهشون بودیم. منتها ما فکر میکنم 100 سال زودتر، چون وقتی صفویه آمده بودن ها، از روس ها زودتر رها شدیم از زیر یوغ، چی میگیم، گرده مغول ها. و تنها اولین نقطه اشتراک ما با روس ها اینه که هر دو مغولی هستیم، یعنی نه که خون مغولی، تفکر و اندیشه و ذهنیت نااندیشیدن مغولی داریم و سالها 100 سال 200 سال بوده. حالا اگه تیموریان پشتانشون اومدن فرقی ندارن، یعنی خیلی با مغول ها فرقی ندارن. حرفم اینه شاه عباس پاره ای از قبای یا همون رب، ما میگیم رب دو شام، رو به ذهنتون میاد رب دو شام، پاره ای از قبای مسیح مریم رو، عیسی مریم رو که در کلیسای در ایروان بوده، وقتی که شاه عباس اونجا رو برای سرکوب، چون جزء حوزه ایران بوده دیگه، آره، اون رو شکنجه میدن کلیسا چیز رو، کشیش ها رو، و این رو میگیره، پیدا میکنن در زیر زمین پنهان بوده. من در چیز خواندن دیدم که برای بار شکنجه اون رو میگیرن، چون بسیار مقدس هست این پاره از این قبا، و این رو برای حسن نیت تحویل سفیر یا فرستاده، چون سفارت هنوز نداشتیم، یعنی یک فرستاده از روسا آمدن که چه خبر ایران، بهشون میده و اونها میبرن اونجا مقدس میدانن و استفاده میکنن. و برای اینکه سریع از این مسئله بگذاریم که مقدمه ای هست برای وارد شدن به موضوع، بگم که حتی استالین هم بعد از حدود 370-350 سال از این قبای عیسی یک پارش، همه تزاری ها تقسیم میکردن برای شفا در کلیساها در شهرهای مختلف، این چون داستان دراز داره عرض میکنم فقط کوچکش، به حد هار حتی به استالینی که در مدرسه علمیه خودش درس خونده، در صومعه درس خونده استالین در نوجوانی، و بعد میاد و چه مصیبت ها، حالا در صحبت اشاره خواهم کرد، برای کلیسا رو بی صدا ناقوس ها میشکند، نام یکی از مقالات من هست، و دوستان در همین آغاز سخن اشاره کنم که من گاهی ارجاع میدم به مقالاتم در صحبت، یعنی عادتم هست، این برای اینکه در ذهن شما آویزه گوش یا به قول آخوندها ملکه ذهن بشه، که اگر بعد از اینکه سخنان تموم شد یا در روزهای آینده خواستید میتوانید ارجاع به اون مقاله و مطلب من داشته باشید که یک ذره عمقی تر در اون خصوص اشاره کردم. در همینجا هم اشاره کنم شاه عباس رو در سایت تاریخ ایرانی، در سایت تاریخ ایرانی در مورد همین قبای موسی، قبای عیسی، من یک موضوعی به این بهانه به عنوان سالگردش نوشتم و اونجا داستان خیلی بیشتر این روایت گونه رو من شرح دادم که استالین هم میگیره میگذاره تو هواپیما و دور مسکو میچرخه. چرا؟ چون تا همین 150 سال پیش هر شهری در کره زمین، چه در اروپا، چه در آسیا و چه در آفریقا، هر شهری نظر کرده یکی از مقدسات بوده، یعنی زیر نظر یک مقدسی بوده. به هر شکل استالین این باور رو داشته، حالا استالین کمونیست، و این رو یکی از اینو میگیره و با چیز میچرخونه در دور سر مسکو که هیتلری ها و آلمان ها نیان و مسکو رو جان به در ببره، که برد. و ببینید، باور کنید، یعنی من رو باور کنید که عیسی به کمک استالین آمد، و این رو ما میگیم آیرنی. آیرنی تاریخ رو دقت میفرمایید، آمد و استالین چنین کرده، هواپیماش هم پرس، و میتونن دوستان تحقیق کنن بیشتر ببینه. این از اون هدیه ما. ما ایرانی ها نخستین قدم رو صادقانه برداشتیم در طبق اخلاص به اینها مقدسترین برای کلیسای ما، برای حالا ایران خب سلطش همش که شیعیان نبودن، سنی ها هم بودن، ارامنه هم بودن، برداشتیم و این رو بدون رضایت ها فرستادیم، دادیم به روسا، و روسا اینا تکه تکه کردن، هنوز هست در موزه ها، مثلا در موزه سن پترزبورگ، موزه مشهور آرمیتاژ، اونجا هنوز هستش. خب ما شاه عباس هم رها کنیم و بریم یک اندکی من در مورد روس‌ها بگم که اینها اولا کیششون، از کیششون بگیم. چرا؟ روس‌ها از نژاد اسلاو، و چون در نژاد اسلاو فرقی هم که بهش باور دارن کلیساشون، نه کاتولیک نه پروتستان، اونها ارتدوکس هن. خب بنابراین هر کدوم باید مکه‌ای داشته باشن، کعبه‌ای داشته باشن، و اینها هم دارن،
من باورم این است که عزیزان مثلا شاید تا حالا نمیدونستید، جالب است دانستنش. اینو دارم توجیه میارم غیر مستقیم، میخوام به ذهن دوستان اشاره کنم چرا چنین میگویم. به این خاطر که احساس کردم بد نیست بدانید. کعبه روزها در یونان هست، یک کوه، یک جزیره، شبه جزیره هست به نام آتوس، A-T-H-O-S بزنید میاد و هنوز هم میرن. حتی چیز هم اونجا رفته، پوتین هم اونجا رفته. یعنی هر روز مثل هر ایرانی مسلمان حالا نصر قبل بگیم باید میرفته مکه، جز واجبات میده مثل مثلا نماز و روزهش، هر روز هم باید به کوه آتوس میرفته و اونجا زیارتگاهشون. حالا پیاده میرفته اونا و میرن، هنوز هم میرن. تا حالا باید ویزا بگیرید برید به کوه آتوس. اینها این کعبهشون آنجاست و هنوز هم اون شاخه ارتدکسیشون هست و کلن این فرقه رو حدود 1000 سال پیش، روزها تا 1000 سال پیش، یعنی چه کنیم مسیح که 2000 سال آمده، 300 سال بعدش هم که سر سلطهشون در از طریق پخش شد در اروپا. خب پس روزها کجا بودن؟ یعنی ما 700 سال الان خلا داریم، روزها به چه دینی، به چه کعبهی شب میخوابیدن؟ مثلا رفقای توده ما که هنوز هم شبها به سوی به جای کعبه به سوی کرملین میخوابند و مقاله من به این نام داریم از کعبه تا کرملین، خب این روزها به کجا میخوابیدن؟ پتر کبیر 300 سال پیش آمد طرح نو انداخت، گفت ما از این به بعد سن پیترزبورگ رو میسازیم و میدونید دقیقا مثل فراعنه مصر، شما سن پیترزبورگ رو همون که امیر کبیر میگفت سن پیترزبورگ با قین مینوشت، سن پیترزبورگ رو در عرض 30-40 سال میسازه و میگه اینجا دیگه میشه چی؟ کعبه ما. حالا این سن پیترزبورگ یک پنجره است، یک به اصطلاح ویندوی هست که با روزنه باز میشه که روس‌ها از اونجا به غرب نگاه میکنن. چرا؟ چون روس‌ها اصولا ملتی غربی نیستن. گفتم یک ترکیب هیبریدی از مغولی و اروپایی هستن، ولی اروپای خالص نیستن، اصلا نیستن، خودشون هم اینو میدونن. و این بعدها این رگه، این دی ان آی مغولی رو در امروز خواهیم رسید، امیدوارم برسیم که من در پوتین به شما اشاره کنم. باری وقتی که میاد به زور پتر کبیر، اول میره حتی در انگلیس و هلند و اینها الواتی میکنه، خبرهاش هست که چه افتضاحی میزنه. میدونید روس ها، این ضرب المثل مشهور منه که از روس شنیدم، در یک مقالاتم نوشتم، روس ها اینجوریه که در زیر هر درخت شما در روسیه یک بطری شیشه افتاده، ودکا افتاده. حالا در ایران به عرق سگی مشهور بود و من در کودکی به یاد داشتم که همسایه هامون توده ها معمولا از این ودکا میخوردن. باری این کشوریست که نمیتونه بدون ودکا اصلا سروایف کنه، زنده به ودکاست، روس ها زنده به ودکا، همه زیر هر درختشون یه ودکا افتاده. از این کارا پتر کبیر میکرده و بالاخره اروپا رو میبینه، آشنا میشه. حالا میاد میگه چه کنیم، ما یه شهری از نو میسازیم، اینو کعبه ما میکنیم و دیگه به این سمت میریم، ما میخواییم به سمت غرب بریم، ما میریم تکنولوژی غرب رو، فرهنگ غرب رو، زبان غرب رو و سنت تردیشن غرب رو میگیریم. خب میدونید دیگه از همونجا مشکل آغاز میشه. چی؟ ارتدکسی، یعنی آخوندهای یا کلیساشون اجازه نمیده. حتی پتر انقدر قوی بوده که یک فرقه جدیدی میاد، یعنی یک انشعابی در چیز ایجاد میکنه، در دین ارتدکسی ایجاد میکنه به نام دین جدید، حالا میشناسن ولی همون هست که نظر به پتر کبیر داره. اما کلیسای سنتی یعنی مدارس علمی یا صومعه هاشون هنوز پتر کبیر رو لعن میکنن، یعنی او رو بزرگترین دجال تاریخ میشناسن. کسی که آمده چه کرده؟ همین امروز آبروی اصلا روسیه، و من خودم همیشه میگم یادتون میاد کتابی نوشته مشهور تولستوی فکر کنم شد جنگ سول دیگر هیچ، منم همیشه وقتی از راجع روسیه صحبت میکنم میگم موسکو سن پیترزبورگ دیگر هیچ، یعنی هیچ، جهان اصلا نمیدونه چه خبره. یعنی حالا شهر سفارشون قازانه که ما میگیم خودشون میگن قازان اصلا نمیشناسن چیه. یعنی روسیه واقعا همین دو شهره، شما اگه دو شهر رو بشناسید دیگه روسیه رو شناختید. 63 درصدشون اصلا آب گرم در خانه ندارن، یعنی ببین چقدر سرزمین پهناوره. برای همین میگم مغولی تقریبا زندگی حتی کلبه اصلا چادر نشینیه، فرهنگ هنوز فرهنگ مغولیه، روس یعنی این.
بعد نکته جالبترش اینه که ارتودکسی یعنی دین یعنی روسیه. این چیزی که من یه خود تلاش میکنم به ایرانی عزیز این رو جا بیاندازم، ولی واقعا مشکل دارم، به واقع اعتراف میکنم من مشکل دارم، نمیدونم چگونه حالی کنم که یک روس در این حال که روسه ارتودکسه و یک ارتودکس روسه، یعنی این این دوتا آیدنتیتی رو با هم داره، یک روس ارتودکسه، یک ارتودکس هم روسه، بین این ما نمیتونیم جدا کنیم. ما ایرانی ها شدیم، مثلا ایرانی شیعه است یا مسلمونه، مسلمون هم ایرانیه، جدا کردیم، نه خیر ایرانی هستیم ولی مسلمان نیستیم. اما در مورد روسیه بسیار مشکله، در مورد روسیه مشکله. چرا؟ چون اینا از نژاد اسلام که هستن ارتودکسی رو، یعنی بخشی از آیدنتیتی، نشنال آیدنتیتی میشناسن، یعنی اونها معتقدن که اصلا ملیت ما یعنی ارتودکسی، ملیتی بدون دین مذهب معنا نداره. خب حالا برای که به ذهنمون بمونه، یک میثاق دارن، یک پیوند دارن، اینکه ما ایرانی ها مدعی هستیم همیشه دولت و روحانیت همیشه با هم بودن، نه، ما اینها رو از روسا گرفتیم. برای همین من در کتابم اشاره کردم آینده ما عزیزان، آینده ایران هرگز اروپای غربی یعنی فرانسه، انگلیس یا آمریکا و کانادا نخواهد شد، آینده ایران دقیقا روسیه خواهد شد. به بیان دیگر، اگر روسی نمیخوانیم، روسیه رو باید بخوانیم. میخوام توجه داشته باشیم، ممکن روسی نمیخوانیم، نمیدونیم روسی، ولی روسیه رو باید بخوانیم. برای اینکه من این اثبات کنم، یعنی به این سمت خواهیم رفت، آنچه که همکنون حتی در ایران میگذره 5 سال 10 سال پیش در روسیه میگذشت، آنچه که از انقلاب ایران آثارش داره میبینیم در روسیه میگذره. وقتی شاغول اخلاق سقوط میکنه در روسیه و انقلاب اکتبر اصلا ننگشون میاد، 4 سال پیش سالگردش رو بگیرن، ننگ میدونستن، پوتین خفقون گرفته بود و هیچ سخنی نگفت در 2017، جهان اصلا نفهمید 100 سال انقلاب اکتبر کبیر و نمیدونم حرفا لنین. ببینید ننگ میدونن، میگن یک فاجعه است. البته خود پوتین بعدا میاد میگه سقوط اتحاد جماهیر شوروی فاجعه بوده، حالا عرض میکنم به چه علت، ولی هرگز از اون 1917 به نام انقلاب اصلا ننگ میدونن، نمیبرن. پس بی جهت نیست که میگم، حالا فعلا در فاز سیاسی من کاری ندارم، در فاز فرهنگی آینده ایران روسیه است. اگر ما میخواییم فرانسوی بشیم، امریکایی بشیم، کانادایی بشیم، یعنی سنت آنها، ایده آنها، آرای آنها، فرهنگ آنها رو بپذیریم، موسیقی و هنر و ادبیات آنها رو مثل آنها، فردگرایی آنها رو، لیبرالیسم آنها رو، ما به این نگاه به غرب، همون کاری که پتر کبیر کرد، ببینیم، مجبوریم از طریق روسیه باشیم. یعنی ما اول باید روس‌ها رو بشناسیم، ببینیم چه میکنن، چگونه مقاومت میکنن که نشن، یعنی غربی نشن. این همه تلاش از لعن میکنم، میگن دجال بزرگ ما اون نیست که میخواد قبل از مسیح بیاد، نه، سن پیتره، یعنی در کلیساهای چیز هنوز لعن میکنن پیتر رو. حالا ادهه که سکولار شدن میگن نه خب کار بزرگی کرده، پنجره به سوی غرب گشوده، روسیه رو نیروی دریاییش رو قوی کرده، تکنولوژی رو آورده، دانشگاه رو آوردش اونجا، زبانهای شرقی رو آورد، بعد ایده های استعماری رو آورد. خب ببین انگلیس رفته همه جهان رو گرفته، ما هیچی نداریم و اتفاقا حالا بهش خواهیم رسید، ایران رو گرفتن، چون تنها راهش اونا که کشتی نشن راشن مثل انگلیس رو برن آفریقا رو بگیرن، هرچی تو نقشه نگاه کنید همه رو انگلیس و فرانسه و پرتغال و اسپانیا گرفتن، کجا رو بگیرن؟ متوجه شدید؟ نگاه به جنوب، آمدن به سمت ما دیگه، ما رو گرفتن، یعنی روسا ما رو ذره ذره خوردن، هیچی ندارن جز سرزمین ما. البته ترک هم حالا ادعایی دارن مثلا ترکیه که نه خیر از سرزمین عثمانی هم گرفته، ولی نه، اینا تعارفه، از عثمانی نگرفت، از ما گرفت، همه رو از ایران گرفت، تمام اون داغستان، قفقاز جنوبی، قفقاز، همه مال ما بوده، به هر حال جزء ایران بوده، ولی روس ها گرفتن. عرض کردم دیگه در آغاز، ما در نخستین برخورد با روس ها در طبق اخلاص مقدس ترین
هدیه رو واقعا ما در اون زمان نگاه کنیم، نه حالا که همه سکولاری ما اهمیت نمیدیم به یک تکه پارچه. نه خیر، حالا نمیخوام از موضوع حاشیه دور بشن که داستان ها حکایت ها نوشتن، معجزه ها آفریده شده از هر و حتی تو نمایشنامه ها اینا خیلی فضا همین رب داشت. میدونید که قبل از اینکه چیز بکنن مسیح رو به صلیب بکشن باید پوشاک در می آوردن به صلیب و خودش این اهانت ها سالا بحث من اونا نیست و اون رو میارن در گرجستان و اینها میمونه در ایروان، بالاخره از طریق چیز میبرن تفلیس و اینها شاه عباس میفرسته برای اونها و اونها در پاسخ ما رو میشناسن و شروع میکنن به ایران خاری. من اسمشون میذارم ایران خاری و همسه عزیز ما ایران خارن، روس ها ایران خارن و ما چاره نداریم جز اون که ما آینده اون بشه روسیه. خب حالا اون سمفونی هم دوستان موسیقی نیست، سمفونی در زبان روسی یعنی میثاق، میثاقی که پاتریارک اعظم یعنی حضرت آیت الله العظما یعنی بالاترین مقام مرجع، مثلا بورژوایی که من در سخنرانی قبلی گفتم خیلی کم دارن، یک دونه دارن. در زمان لنین مثلا اسمش توخیم بود. توخیم میدونی که لنین ترور شد، یعنی سوء قصد شد، گوله بهش زد یک خانمی چون عینکش داشت به حال نمیدید خوب، گوله رو اشتباه زد بجای که در پیشانه لنین بزنه لااقل ایران رو رها کنه زد توی چانه او و گوله از اون در آمد و لنین بیمار شد یک ساله. حالا توخیم چی؟ توخیم زندانیه. لنین توخیم رو زندانی کرده، خلع لباس کرده و ما فراموش نکنیم خلع لباس یعنی یک روحانی، ما وقتی میخوایم بزرگترین تحقیر رو به او بکنیم خلع لباسش میکنیم، یعنی تازه میشه یک شهروند عادی چه موقع وقتی خلع لباس شده و توخین خلع لباس میشه پاتریارک اعظم بزرگ تمام روسیه و اطرافش همه در زیر نظر او هستن به لحاظ فقهی و او رو خلع لباس میکنه زندانی میکنه. این توخین با این کشیشای دیگه برای سلامتی لنین دعا میکردن که لنین از این سوءقصد جان ببره و اتفاقا کار درستی میکرد. چرا؟ تاریخ رو خوندید میدونید استالین آمد و چه کرد که آرزو میکنیم، یعنی روس ها میگن که کاش که لنین بود دورش، ولی استالین آمد و چه ها باشون کرد. باری توخین دعا میکرد براشون. خب دیگه زیاد اشاره حالا به پیشینه حالا دینی تاریخی هویتی نه، همه بخشی از روسیه است. مخالفت با پتر وقتی آغاز میشه که ببخشید من چون موضوع دوم هست، یعنی ما باید برسیم به این نگاه هم مجبور شد که عرض بکنم باید بریم به سمت آغاز قرن 19، یعنی دو تا جنگ بزرگ هست، من سریع ازش هم میگذرم. یکی گلستان اول اتفاق میفته، بعد ترکمنچای و گلستان. این دوتا نخستین صریح تجاوز روسیه به ماست، یعنی هر دو هم روسیه بهانه داشتن. حالا گلستان ازش میگذریم چون ما نمیدونستیم که در گلستان روسا اصلا سرگرم فرانسه هستند. میدونید که نیکولای اول رفت اصلا مسکو رو گرفت. نیکولای اول در 1815 وارد 1813 وارد چیز شد، یعنی ناپلون فرار کرد و چیزش کردن، تبعیدش کردن اینا و این رفت اصلا در مسکو در پاریس نشست جشن گرفت شانزلیزه و یک تیکه از نیروهاشو فرستاد ایران و اون بلا رو سر ما آوردن در گلستان. 13 سال بعد تلاش کردیم پس بگیریم، غیرتمون به جوش آمد، رگ گردنمون باد کرد، روحانیت ما میدونید که بزرگترین آخوند حتی مشهور به آخوند مجاهد یا چی میگیم شیخ الاسلام مجاهد مشهور هست، آمدن فتوا دادن که باید بریم از این کفار بگیریم، اسلام رو آزاد کنیم، رها کنیم کشور رو. حالا غافل از این که اولا نیمی از اونها همه ارمنی هن، یعنی مسیحی هن و همه زیر سلطه ما بودن، یعنی ما هیچ گلی چی میگن بر تاج بر سر این مادر مردای نگونبخت نگذاشتیم. نامه هست در اصلاش هست که می نوشتن که ای تزار بیا ما زیر پرچم تو باشیم، لااقل همکیش همیم، لااقل هم رو ارتدوکسیم، ما نمیخوایم زیر نظر مسلمان ها باشیم، نمیخوایم زیر نظر بیرق اسلام، نمیخوایم. نامش هست. باری 13 سال تلاش و اینها که بریم بگیریم چه کنیم، نمیتونیم بگیریم. بدتر نیمی دیگر رو هم از که من در مقالام اشاره کردم که ایران از ایران جدا شد، این مفهوم این مقدار سخت و سنگین هست، یعنی نمیتونیم بگیم پاره از ایران. وقتی مادری پدری فرزندی از دست میده نمیتونه بگه فرزند، نه خودش مرده،
خودش مرده. شنیدید میگن کمرم شکست، یعنی دیگه معنای زندگی من که فرزندمه، خب وقتی که میکشیدش و که جلوی من به خون منشینه، دیگه اگر زنده هم معنا نداره زندگی. زندگی معنا داره که یک، هدف داشته باشی، دو، معنا بهش بدی، ارزش بهش بدی. زندگی بی ارزش. برای همین وقتی که پاره از ایران جدا میشه، من دقیقا می نویسم ایران از ایران جدا شد، از ایران جدا شد. خب در 1828 هستیم، برای اینکه من به نکته دوم رسیدم که علت سلطه‌ش رو بگم. نیمی حالا میگیرن از نظر چیزی، نیمی بهترین جای ایران رو میگیرن، دو تا کبیر به ما میدن با یه ذره دریایی که شاه عباس اصلا نمیرن. حالا عرض میکنم اصلا ایران امروزمون چیه. ایران امروز ما که میدونید یه کبیر لوت داریم، یه کبیر نمک، یه خطه شمال هم داریم دیگه که زیبا سرسبزه. همین شاه عباس و شاهان صفوی اصلا نمیدونستن برن توش. چرا؟ میگفتن از بس پشه داره. بخاطر اینکه این کوههای رامسر و اینا رفته دیگه، دوستان میدونید شمال ایران این کوهها اجازه نمیده رد بشه ابر، و چون میمونه رطوبت رو میکشه به بالای، هیومیدیتی رو میگم، میشه بالای 100% رطوبت زیاد، اصلا جای قشنگ پر از پشه و اینها، و میگه اونجا تبعیدگاه صفویه بوده. خب دیگه چیزی به ما ندادن روسا، همه رو گرفتن دیگه. الان ایران ما تو این 100 سال گذشته این نیست، انصافا از مشروطه به این همینه دیگه، همون یه راسته است که پر از پشه است و دو تا هم کبیر، اسمش هم گذاشتیم ایران. البته عرض بکنم که بد نیست باز بدانید در همین ترکمنچای روس ها تقصیر گردن ما میندازن. حالا اومدن ایران رو از ایران جدا کردن. فتحعلی شاه کامران میرزا پسر، یعنی نوه‌ش، پسر عباس میرزاست، بله عباس، پسر عباس میرزا رو که نوه‌ش کامران میرزاست میفرسته، جوان جذاب ابرو پیوندی 16 ساله است و من تصویرش رو در موزه چیز هست، آرمیتاژ سن پیترزبورگ هست. البته دوستان من 5 بار مسکو رو دیدم، یعنی شوروی سابق هم دیدم، بعد سقوط کرد دیدم و باری، و اوکراین هم دیدم، اوکراین هم 4-5 بار رفتم و دیدم، و یه مقداری اونها رو با چند تا لغتشو میشناسم از روس‌ها، یعنی یه چیز، یک سبقه 20-30 ساله آشنایی با این کشور رو من دارم. برصورت این رو میفرسته، و مهم چیه؟ همون کوه نور هست، الماس بسیار بزرگی که الان فکر کنم روی ملکه انگلیس دیگه، رو تاج اونه که هفته پیش مرد، اون مال ما هستش، یعنی مال ما نبوده، نادرشاه رفته به زور گرفته، بازم در واقع چشمی که از اون بدبخت بودایی ها خیلی ظلم ها شده، حالا نادرشاه میاره. بعد اینو فتحعلی‌شاه میگیره چیکار میکنه؟ میده به، میگه برو بده بهش و به عنوان صدقه، با ما کاری نشه باشید، حتما هم میدونید بابت چیه، بابت اینکه زدیم کی رو کشتیم؟ الکساندر گریبایدوف رو. گریبایدوف سفیر روس هاست که منشی پاسکوویچه. چه جالبه، ما پسری داره عباس میرزا به نام میرزا جهانگیر. این کتابی نوشته دوستان، فایلش هست بخونید، من اینو دو بار خواندم و زیباست، روایی می‌نویسه خیلی قشنگ، زبان روسی به جنرال میگن یانارال نوشته. بعد به استاتوس کو چی میگیم، یعنی حالت موجود، خیلی قشنگ تعریف کرده و من تعجب کردم 200 سال پیش تونستن تو ایرانی‌ها میدونستن استاتوس کو یعنی چی. استاتوس کو یعنی آنچه من دارم مال من، هر چه تو داری مال تو، این یعنی استاتوس کو، یعنی نه من نگاه به تو و تو نه نگاه به من. این رو میدونسته که میگه که در یکم مواد این قرارداد، حالا ایران از ایران جدا کردیم، تازه رسیدیم به استاتوس کو، دیگه بیشتر از این نمیخوان از ما، خیلی خوشحاله. اما لکه ننگش چیه؟ من برخلاف برخی از ایرانی ها موافق ماده 7 و 8 نیستم. البته شنیدم که آقای سازگارا، محسن سازگارا، چون تاریخ خواندن من رو در یکی از ذکر ماده ها اصلاح کردن که آقای ماده 7 نیست، ماده 8 قرارداد ترکمنچای که عباس میرزا تو این وسط، چون سرها شلوغ و اینها، البته بسیار من برای او احترام قائلم، مرد یه ایرانی، واقعا ایرانی میشناستم او رو، ولی حالا نمیگم شیطان، ولی تو این وسط میگه که یا این مادرم بچسبونید که چه؟ پسر من بشه شاه، چون در ایران نمیتوانه شما شاهی بمیره شاه دیگه به این راحتی بیاد. نه نه نه، شما بخونید ناصرالدین شاه رو، اومدن شاه، شما بخونید مظفرالدین شاه رو از تبریز، بخونید آمدن محمد علی شاه رو، بخونید احمد، اصلا مشکلات زیاد بوده، به این راحتی نمیشده نظام عوض شه.
و این برای اینکه اینو مطمئن کنم مال خودش باشه، تخم و تره او باشن، میگه که بیایید محبت کنید پسر من. این ماده هفتمش. ننگش چیه؟ یکی از ماده کاپیتالاسیون هست دوستان، بد نیست بدانید. ماشاءالله که همتون در امریکا هستید میدونید کاپیتولیشن یعنی چی. کاپیتولیشن یعنی دستگیری مطلق، یعنی اسیری مطلق، یعنی من در اختیار شما هستم و میتونید من رو اعدام کنید، میتونید بکشید، میتونید زندان کنید، میتونید هم رهام کنید. یکی از موادش کپیتولیشنه، کاپیتولیشنه. عذر بدتر از گناه ایرانی ها میارم. و ورخن عزیز میگن که این قانون به قول خودشون کنسولیه که اگه مثلا دوتا روس با یه ایرانی دعواشون شد، اون کنسول بیاد در طبق دادگاه روسیه اونا رو محاکمه کنه، که اینجور هم اصلا من نیست. یعنی کشور تسلیمه، در نتیجه به طور طبیعی کاپیتالیسم، یعنی که اگر هر روسی که خمینی مگه یادتون نمیاد در سخنرانی 42ش همینه میگه دیگه، میبره عطف به آمریکا میکنه که آمریکایی‌ها اگر بیان سگ بزنن یه سگ آمریکایی ما نمیتونیم اون رو بزنیم، حتی سگ آمریکایی از ما بالاتره. من همین کاپیتالیسم که البته موقع رفته بود، ولی خب ملت ایران درجه نمی کسه کاپیتالیسم چی هست، برای که فریب دادیم و گفتیم این یک قانون کنسولیه. و من عرض میکنم نخیر عزیزم، چنین نیست. ما تسلیم مطلق شده بودیم. گریبایدوف در خاطراتش میگه گیج شده بود چجوری دیگه چقدر کجای ایرانو بگیرن، اردبیل و مرند و مراغب و تبریز و اصلا تمام. قزوین هم اومده بود، خودش میگه بوسکوویچ، همون پاسکوویچه، ایوان پاسکوویچه، چیزشون فرمانده کل قفقاز، اومده تو تبریز. ننگ بدتر چیه؟ گریه میکنه پیش مکدونالد سفیر انگلیس، گریه میکنه عباس میرزا، که بابا هست در خاطرات کتابشو هم میگه من دگمه طلای سنجاق سینه طلای ناموسم رو دارم به اینها میدم. بگه دیگه کوتاه بیان دیگه، چه بدیم بلا نسبت دیگه، فقط مده ناموس رو در اختیار بگذاریم. تمام چون 10 کرور 20 کرور میخواستن، حالا کرور هم میدونید که هر 2 کرور 1 میلیونه، یعنی هرچه طلا داریم، هرچه اشرفی داریم، اون قوم اشرفی، و نتونستن. 6 تاشو پدرش فتلشا فرستاد 6 میلیون، بعد 4 مش بعد این تعیین میکنه 5 میلیون شو گفت 1 میلیون اضافه هدیه بدید اینا رو کرد. بعد واسه پیش صفه گری کرد که بابا چه بکنیم، همه هرچی داریم میدیم بهتون. گریبایدو صبح به صبح بلند میشد، این اسب و قاطر و الاغ رو که بار میکردن حدود 2700 تا فقط 100 کیلوین طلا نقره کردن و مس قبول نمیکردن. طلا نقره مثلا 1 کیلو مس رو معادل مثلا 50 گرم طلا میگرفتن، دیگه من مقیاسی عرض میکنم. و ایران خالی کرد، همه رو بردن، خاک رو گرفتن، شهرها رو گرفتن، دو تا کبیر نمیدونم چه اسمشو بذاریم با یه تیکه تبعیدی شمال به ما دادن. و بعد گیج شده بود گریبایده و پاسکوویچ که اصلا کجای ایران ما بریم، کجا رو بگیریم. میگه آخه شما که پایتخت نداره، و درستم میگه، اصلا ایران پایتخت نداره در اون زمان. آیا اصفهانه؟ آیا قزوینه؟ آیا تهرانه؟ آیا تبریزه؟ نمیدونست. میگفت کجا بریم، یعنی ما کجا، یعنی آدرس گم کرده بودن. ولی بالاخره با سلام و صلوات با مثلا انگلیسی ها، چون نمیخواستن دیگه نازیاد نزدیک بشن، گفتن فعلا از قزوین و اردبیل و مراغه و میانه اینا برید بیرون از این نوار آسارا و اردبیل، و این رود ارس رو طبق یک مواده که چیز عباس میرزا میگه میشه مرز. یه نکته دیگه هم بگم و از این اصل دومش هم بگذرم. دوستا محبت که میگه من چقدر وقت دارم، چقدر وقت دارم من الان؟ آیه دکتر شما یه چیزی حدود 25 دقیقه نیم ساعت دیگه ما قرارمون برای هست که سخنران یه چیزی حدود 55 دقیقه تا یک ساعت صحبت بکنن و بعد پرسش و پاسخ. شما الان یه چیزی نزدیک به نیم ساعت هست که ما در خدمتتون هستیم. خب متشکرم. نکته دیگه شما من کاپیتالیسمشو گفتم. نکته دیگرش کشتن که در اون تجاوز میشه، چون منشی پاسکوویچ هست الکساندر گریبایدوف، وقتی میره پیش تزار عوض شده، ایران اینو میدونه، وقتی میره پیش اون، و چون اینو جزء دکامپریس روسی دکامپریس هم دسامبر ماست، یه جنبش هست و اینها که میخوان
فرانسوی بشن، میخوان قانون اساسی بیارن، مشروطه بیارن، اینها البته 100 سال بعد میارن، ولی 100 سال تلاش میکنن. این دکامپریستا رو میگیره و تنبیه میکنه. دو تا دکامپریست مشهور شما میشناسید عزیزان، یکیش هر دام الکساندرن البته، و من کتابم رو نیچه زرتوش رو به سه الکساندر روسی هدیه دادم که یکیشون به من خیلی توپید که آقا تو بیخود کردی به الکساندر گریبایدوف هدیه دادی، گریبایدوف که چنین کرد چنان. یکی الکساندر گرابایدوف، یکی الکساندر پوشکینه. پوشکین که میدونین حافظشونه، یعنی حافظ، یعنی مثلا مشهور مولاناش، حالا اگر دوستان ارادتی به عرفان دارید مولاناشونه، بزرگترین شاعرشونه، بسیار به او فخر میفروشن و هنوز هم در کتابها مدرسه. باری این دوتا جوان 35 ساله 32 ساله است، میگیره و اذیتشون میکنه، میفرسته اینو به ایران، برو تو طرفای همون جاها، من طرف ایران و قفقاز، یعنی گریبایدوف رو که الان منشی هم بوده، خیلی هم کار کرده، یه خودم بهش از این ثروت طلاهایی که میفرستاده از تبریز به این ور، یه خودم به این میده، زمینی میده و برها میفرستادش گریبایدوف رو به ایران که میگیرن. سرام خیلی خوش چیز بوده، مثل شاه ما بود که عرض کردم سخنان قبلی دو بارم ملکه گرفت، همسر گرفت، زیباترین ها رو گرفت، ایشون هم میره زیباترین دختر گرجی رو میگیره، یه دختر 17 ساله، ولی از بخت بعد این دختر حامله است و ایشون رو مسلم میکنن، لینچش میکنن، بچه از روی بازوش میشن، فهمن از روی بازوش که در چیز قبلی زخمی بود میشناسنش، و این دختر دیگه تا آخر ازدواج نمیکنه. چندین کتاب رمانتیک هم در مورد گریبایدوف نوشتن، خودش هم نویسنده بود، و من در جایی خواندم که حتی کتاب روسیه که گریبایدوف در اگه تهران وارد باشید، میدونید این طرف خیابونه هست یادم رفت، قلحک، در قلحک باغ سفارت، رزیدانس سفیر انگلیسه، در زرگنده رزیدانس روسه، و این در پشتبون زرگنده پیانو میزده، در 200 سال پیش گریبایدوف پیانو میزده، فرانسه میخونده، چون 8 تا زبان بلده، فارسی رو عالی بلده گریبایدوف، یک عجوبه های حالا اینا هستن دیگه. به هر حال کاپیتالسن هم که عزیزان عرض کردم، و اونجا کامران میرزا باز کشتن سفیر کامران میرزا رو میفرسته که برید حالا دلجویی کنید، و اونم اتفاقا خیلی تحویلش میگیرن و برش میگردونن. خب بریم به 1917، به لنین میرسیم. سریع خدمتتون عرض بکنم دوستان، لنین، بعضی میگن استالین ولی بعضی میگن لنین، اما نه، در زمان لنین و با امضای لنین بوده که تمام کلیساها زنگهاش در ویدیوها ببینید هست میفته، و من مقاله دارم زنگها بی صدا میشه، که کلیساها رو نابود میکنه، همه رو، مسجدها رو هم حتی نابود میکنه، دو سه تا رو به شکل موزه اجازه میده بده. باز نکته در پرانتز بد نیست بدانید، آنتون که ما ایرانی ها میگیم آنتوان، آنتوان چخوف یا همون آنتون چخوف میاد و نامه مینویسه به لنین، که چون با لنین دوست بوده از ایتالیا و سوئیس اینا میشناختن، همدیگر رو دوست بودن با هم، چخوف و نمایشنامه عرض میکنم، چخوف براش مینویسه که شرم کنید، این کار رو نکنید، میخواست موزه همین چیز سن پیترزبورگ رو و مسکو رو هم کاخ کرملین نابود کنه، میخواست منفجر بکنه، چون اینا آثار طاغوتیه، یادتون نره انقلاب ما هم، ما طاغوت رو فقط قبرش منفجر کردیم، اصلا طاغوت نبود، یعنی وجود خارجی نداشت، ولی برشه ما حتی مثلا گورش هم منفجر کردیم، طاغوت یکی دیگه بود، و اجازه نمیده، یک شانسی که میارن اجازه نمیده که یکی کرملین رو یکی آرمیتاژ رو منفجر کنه لنین، و بقیه رو منفجر کرد، بهترین زیباترین کلیساهاشون رو در همین مسکو سن پیترزبورگ مسکو، و حدود 10,000 تا آخوند رو اعدام کرد. دوستان این چراغ برق هم که ما میگیم و حزب توده رفقا خیلی هدیه زیبایی برام آوردن، این چراغ برق مال هدیه اوناست، همین کاری که لنین و استالین از چراغ برقا تو شهرستانا میکردنه، از چراغ برق، چون خیلی سیمانی محکم قدیه بوده، میگفتن آویزه میکنن دیگه، دار درسته میکنن. خب 1917 دیگه خدمتون عرض بکنم که بله، به ایران چه مربوطه، هیچ، این میخوام اشاره به میرزا کوچک خان بکنم، میرزا کوچک خان راه میاد، یعنی با سوسیالیست های روسه که با دو تا کشتی اسلحه میارن استقبال میکنه، باز جالبتره بدونید، چون آلمان ها بسیار موقع در جنگ جهانی اول دیگه، هنوز تازه تمام شده که انقلاب میشه دیگه، با آلمان ها میان به ایرانی ها کمک میکردند بر علیه روسیه و بر علیه منافع انگلیس، حدود 15 افسر آلمانی هم حتی میاد، و این روسیه سوسیالیست به میرزا کوچک خان میگه که این 15 افسر رو به ما بده که اعدامشون کنیم.
و شرافت او رو من بسیار میستایم. میرزا کوچک خان رو که میگه نه این مهمان ماست، فقط اتانا مدن کمک بکنم به میرزا کوچک خان، ولی میگه مهمان ماست و ایزه نمیده روس ها و ایرانی های هوادار روس که با هم بودن با اون دو کشتی اسلحه که آوردن و دادن به میرزا کوچک خان. و من فقط شادیم همینه که خودش سرش برباد رفت، میدونه که بریدن سرش رو و به یک قرون هم هدیه فروختن و رضا شاه گرفت که خب سرکوب کرد جنبش رو. ولی اون آلمانی ها سالم به کشورشون رسیدن و خاطرات چه نوشتن و از این مرد گیلانی ما خیلی به نیکی یاد کردن که جانش رو نجات داد. یعنی چنین هیولاهایی بودن، سوسیالیست بولشویک بودن، خیلی بدتره. سوسیالیست یه مقدار حرمت اخلاقی داره ولی بولشویست نداره اونا، برای همین اون بولشویک ها بودن آمدن و ما رفتیم به سمت جمهوری گیلان، رفتیم بدون قطعا هم جمهوری. تو چرا راه نیومدیم؟ خاطر اینکه ما انگیزه مذهبی داریم، خودش به نوعی آخونده میرزا کوچک خان، مثل مزرعه حالا علی دشتی، حالا نه که آخونده رو علی دشتیه، آخونده خلع لباس چی میگن لباسی است. و نیم پسر ببرش ایران چه میشه؟ ایران جمهوری اعلام نمیشه. فقط برای من این سوال هست در تو روسیه، باز اینها آمدن، باز اینها آمدن و هم ایران هم کردستان هم آذربایجان سه تا جمهوری میخواستن اعلام کنن، خیلی هم سریع ناخواسته کمکی شد که ایران یک پارچه بمونه ناخواسته. اون هم اگه دقت بکنید این که اصلا نیروهای انگلیسی در شمال چه کار میکنن، ما که ذهنمون از کمپانی هند شرقی به ذهنمون مونده که انگلیسی همیشه در جنوب ایرانه، تازه نفتم در اونجا، یعنی پالشگاه درست شده چون 1908 کش میشه میریزن توی بشکه میبرن دیگه، روی مال عکسش هست میبردن. خب بعد دیگه پالشگاه زدن، آبادان داریم ما، یعنی در 1920 ما عملا آبادان داریم. اصلا نفت جنگ جهانی اول نیروی دریایی اون موقع فرمانده، یعنی وزیر نیروی دریایی، اونا علاوه بر فرمانده وزیر هم دارن انگلیسی ها، وزیر نیروی دریایی چرچیل دیگه، وینستون چرچیل قرارداد میبنده که تمام کشتی های ما به جای اینکه بشکه مثلا یک پوند بدیم بشکه یک شیلینگ بدیم، یعنی یک صدم بدیم، یعنی عملا مجانی نفت ما رو میبرن. و اگر آبادان ما نبود اصلا کشتی های انگلیسی جنگ رو نمیستن پیروز بشن. ببین چقدر مهم هست مسئله ارز میکنه. خب رفتن ایران اونجا، چرا؟ چون انقلاب شده بود و اینها ترسیده بودن انگلیسی ها نرچه جنوب رها کردن، رفتن سمت شمال ایران تو بتونن جلوی هیولایش بولشویست باستن، نتونن بیان به طرف ایران و افغان. همه رو داشتن سوسیالیستی اعلام میکنن که تز تروتسکی رو میدین عزیزان دیگه، همیشه انقلاب میگین، چی میگه؟ پیوسته انقلاب، یعنی ما هم گفتیم انقلاب صادر میکنیم. روز دوم، یک پرانتز هست که برای استراحت شما دوستان، روز دوم 22 بهمنه گذشته و 24 بهمنه، من جوانی دانشجو هستم در مقابل دانشگاه تهران، دقیقه مونده، یعنی شوکی به من دست داد که به ذهنم مونده. میدونی که مرکز ثقلش به هر صورت نبضش در دانشگاه تهران، حال 24 آروم شده، اینها تعطیلات هست و تا بعد دانشگاه باز شه. من دیدم حدود مثلا 1000 جوان دختر و پسر از سمت دانشگاه تهران در خیابان کارگر چیز میان، امیرآباد میگفتیم، به سمت پایین این شعار رو میدادن، چپم بودن، ارتش خلقی به پا میکنیم میهن خیش را رها میکنیم. من همینجوری شوک به من هی باز تکرار میکرد شاه بیت شش، ارتش خلقی به پا میکنیم میهن خیش را رها میکنیم. من تو این پارادوکس، در این تضاد مونده بودم. یعنی چی؟ یعنی بی وطنید؟ یعنی وطن خودتون رها میکنید؟ بعدا دوستی گفت نه خیر، یعنی ما ایران رو که انقلاب کردن تموم شد آزاد کردیم، میخوام بریم مثلا افغانستان رو آزاد بکنیم، برای این میگیم میهن خیش را رها میکنیم. حالا مسکه دوستان رها کردن دیگه، من عموما در خارج از کشور برشک، من این شعار به ذهنم بود که خدمت دوستان عرض کردم. دو روز بعد از یعنی روز 24 بهمن، خب میرزا کوچک خان هم گذشتیم، پرداخت قرارداد تلین گذشتیم، حالا برسیم به عزیزان. چقدر من وقت دارم؟ خواهشا اعلام کنیم. بله، ما یه چیز حدود 16-17 دقیقه دیگر در خدمتتون باشیم. اما روسیه بس فروپاشی، ما به کجا بریم؟ یعنی روس ها
اولا خدمتتون عرض کنم که پوتین اعلام کرده که بزرگترین اشتباه فاجعه قرن بیستم این بوده که روسیه جای جمهوری سقوط کرده. به عبارت دیگر این که ما این بزرگترین فاجعه رو باید برگردونیم سر جاش و سراغ کشورهای که از دست دادیم بگیریم. نخستین کسی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یعنی بعد از گلاسنوست و پروسترویکای گورباچف عرض میکنم، رفسنجانی بود. رفسنجانی اولین ایرانی بود که ما گفت باید ما نگاه به شرق داشته باشیم و اولین ارتباط رو با روس‌ها برقرار کرد. رفسنجانی اولین یعنی داشتم سفر رفت نمی‌کنم ولی نگاه رو عرض می‌کنم، نگاه به شرق رو رفسنجانی سنگ بناش رو گذاشت که ایران چون ما ضد امپریالیست هستیم، ما ضد آمریکا هستیم و روس‌ها هم ضد آمریکا هستند و نفرت دارن که از دست دادن. من در اونجا سال 1992 بود برای اولین بار وارد مسکو شدم. دوستان بهش میگن ورشو فکر کنم یک واژه هست. تمام شرکت‌های روسی، سهامدار بودن. سهامی آوردن طرح آمریکایی بود. به نام شوک درمانی سهام کردن و این سهامو در بازار میفروختن. یعنی شما در خیابان میستادید زمان جنگ یادتون میاد کوپن میفروختن جوانها، کوپن ارزاق عمومی. روس ها میومدن این ورشو فکر میکنم بهش میگفتن ورچو یا ورچی، این رو ورچی اون رو میفروختن، یعنی واسطان در کناری دکه هایی و این سهامی که بهشون رسیده بود میفروختن. بسیاری از امریکا اروپا رفتن و اینها رو خریدن و بعد به میلیارد رسیدن و واقعا یعنی روسیه رو مثلا یه شرکت رو به 1,000,000 مثلا یک در کتابی آخری میخوندم خدمتتون عرض کنم بد نیست، مثلا کارخانه فولادی در قازان رو، کارخانه فولاد اصفهانمون تصور بفرمایید، این در کتاب آمد، کارخانه فولاد اصفهان رو چینی ها با 2 کامیون آدامس خریدن. فاجعه عرض میکنم خدمتتون. ببینید فراموش نکنید این در سنده، این در کتابه، من که هوشیار بشید چه بر سر مسکو روسیه آمد وقتی پاشید. فولاد اصفهان رو فکر کنم نزدیک 20 تا 40 هزار تا حداقل حدس می‌زنم، یا فولاد اهواز رو کارمند و مهندس و اینها داره، یعنی اگر این شهر برداریم از این شهر، شهر فلج میشه. بعد اینو به 2 تا کامیون آدامس فروختند، نه مثلا 2 دستگاه تراکتور که به کار بیاد، آدامس. من ارزش اون سهام ها رو که واقعا میلیارد بوده و حالا ما برای جوانی اصلا قصدم این نبود، یعنی من برای موضوع دیگه از طرف شرکت و حالا کاری ندارم، از اینجا از سوئدی منو فرستاده بودن و میدیدم این برگا رو اصلا افتاده بود همه بی ارزش، اینا میخریدن و بعد به میلیاردها فروختن و اصلا روسیه رو نابود کردن، واقعا نابود کردن. دوستان یعنی روسیه عملا در اختیار غرب، یعنی در اروپا بود، یعنی تمام اینها داشتن، همه رو خریدن دیگه، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی اجازه داشته شما میتونستی وارد مسکو بشی بخری، منظورم اینه، بعد اون به نامت میخورد، یعنی به نام سرمایه‌گذاری خارجی. بعد همونجا بود که من دیدم در کناری خانمی فوق لیسانس داره انگلیسی و آموزش درس میده، ماجستر میگم، یعنی معلم دبیر دبیرستانه و پنیر میفروخت. التماس میکرد میگفت مادرم از داکا، چی میگن داکا که خارج از شهر هستن، دهات دارن دیگه، مثل ما ایرانی ها نیمی ز دهات هستن نیمی ز شهر، میآوردن و پنیر میفروخت و التماس میکرد که من پنیر رو از اون مثلا به 2 روبل بخرم. و میگه بازنشستگی مادرم سقوط کرده. باز برای که ما ایرانی‌ها دیده درستشو همین امروز ایران رو عرض میکنم. یه کارمند بازنشسته مثلا 1,000,000 بوده، الان شده 6,000,000. خب 6,000,000 به کجا برسه؟ یعنی وقتی که تورم هست ارزش پول میاد پایین، اونجا تورم انقدر وحشتناک بود، انقدر این پول بی ارزش میشه، این بازنشسته های درمانده و نگون بخت روس در 1992 سه اینا نمیدونن چه بکنن. خب همین به روبل گرفتن، روبل ارزش نداره، چه بکنن؟ آیا قرار این بود گورباچف چنین قراردادی بسته بود؟ آیا این انصاف هست که اینجوری با روسا به کدام گناه، یعنی به کدام عقوبتی باید بکشن روسا چنین بلای سرشون بیاد؟ تمام کارخانه هاشون خصوصی سازی شد، همه روسیه خصوصی شد و وشی اونا رو میفروختن، وشی ها رو، این کوپن هایشون، همین سهام عدالت منظورم، همین کاری که عمل نجات کرد فروختن و روسیه نابود شد، ارزش پولم سقوط کرد. این کاری که غرب به نام شوک درمانی بر روسیه کرد، گورباچف چنین نظری نداشت. حالا من او رو خود روسا نصفشون میگن خیانتکاره، ولی من او رو خیانتکار نمیشناسم.
من او رو معتقدم که غرب بار دیگر به حالا به ما که زیاد زده به اونها هم خیانت کرد. قرار بر این نبود. گورباچف گفت 40 میلیون 40 فقط میلیون پول توی بانک مرکزیشون بود دلار. چند بار تقریبا التماسگونه به ریگان گفت که به ما وام بدید به بانک جهانی و IMF تون International Monetary Fund تون بگید به ما وام بدن ما کشور رو بسازیم دیگه، یعنی گلاسنوس و پروستاریکا یعنی زیرساخت اجتماعی و سیاسی رو پیش ببریم با کمکشان. تقریبا کاری که چین کرد خب با سرمایه‌گذاری خارجی و بانک جهانی چین جان گرفت. چین که نمیتونست همجوری، چین چجوری تکنولوژی داره نوها میگیم دیگه نه نوها، خب چین که نداره. گورباچف صادقانه گفتش که با ما کنار بیاد دیگه. امریکا و نمیدونم شما دوستان، واقعا من که الان یه مقدار ضد امریکایی هستم، امپریالیست رو دوست دارم ولی از ضد امریکایی هم. من واقعا امریکایی رو حتی دموکراتاشون هم چیز ندارم، میانه باشون ندارم. خیلی ضربه های هولناک زدن به خاطر که همه روسا اومدن، این بلایی که سر ما داره میاد همه از بلای اوناست. خب دیگه اونا ما رو گیر آوردن دیگه، چه بکنیم؟ بلایی سر روسیه آوردن و من با چشم خودم دیدم. اصلا کشوری که ملی اعلام کردن در ضد دو سال، بعد یک مست لایعقل الکلیه به نام بوریس یلسین آوردن، همه چی برای خودشون بود. بهش تکنیک ها رو یاد دادن، گیتاری دست شدن، مرتکه لندهور و پوپولیست بازی و خلاصه اصلا به ریش روس. چه عقده شما از این کشور داشتید؟ من در مسکو دیدم خانواده روسی وارد شدن، چند خانواده روسی، اینها تئاترشون مجانی بود، سینماشون مجانی بود، استخر شناشون مجانی بود، چیز مسکو مجانی بود، متروشون، مدرسهشون مجانی، بیمارستان. اصلا من گفتم خودم که حالا از سوئد، خب بر صورت سوئد پیشرفته کشور جهانه، رفته بودم گفتم خب بچه مرگتون بوده شما انقلاب کردید، شما چه کردید با این کشور؟ چون همه چیز مجانی بوده. گو آها اینه، اگر میخواستیم ماشین بگیریم باید 15 سال تو نوبت بونه. گفتم خب تو سرتون بخوره اون ماشین، متروتون مجانیه، با مترو برید. میگفت سال پنج هفته ما میرفتیم در کیف، نزدیک کیف، دریای سیاه، من اونجا هم رفتم، دریای سیاه فوق العاده زیباست، همین جا که گورباچف بود دیگه، گورباچف تو کنار دریای سیاه، اونا داکا میگن، داکا همون دکه ما فارسیه دیدید، بعد ما اگه از تهران ایران چه میدونم شهرستان اومدید، دکه که میدونید چیه، دکه روزنامه یخ فروشی، این همون لغت روسیه، مثل بشکه، مثلا چی میگیم پیراشکی، این همه لغت روسیه، مثل بش، اینا روسیه. این داکا اینا همه گفت ما میرسیم اونجا پنج هفته. گفتم آخه تو نه چراغت خانه لامپ داره نه یخچال درسابی دارید چه میکنه؟ گفت پنج هفته میرفتیم، پنج هفته اصلا فقیر و غنی در روسیه میرفتم به اونجا و بچه‌ش هم مریض میشد مجانی. گفتم بخ گورباچف مالی چنین کرده؟ گفتم گورباچف خیانت کرد، در حال که خیانت نبوده. غرب یعنی امریکا، آره فرانسه که قدرت نه، آلمان که قدرت نش، امریکا خیانت کرد، خنجر زد، اومد این ووشیا رو تمام آمریکا 80% آمریکایی‌ها خریدن اگر بخونی. یعنی به حرف من اینه که اگر روسا اینقدر حالا زد آمریکایان اونا حق دارن. خودمو نمیفهمم چرا، یعنی ما ایرانی‌ها ما دیگه چرا اینقدر زد آمریکایی؟ اگر میایم اینقدر هرس می‌خوریم که ما زد آمریکایی هستیم چون در کودتای مصدق چنین کردن آمریکایی‌ها، خب شرم کنیم بچه رو، مصدق رو نمیتونیم بریم در آرامگاهش مثلا شاخه کله بذاریم. اگر یکی از بهانه ما در علیه آمریکا نظام ایران اینه دیگه، یکی از بهانه‌اش نگاه تاریخیه. دوست عزیزی در اینجا داریم که بحث در گذشته یعنی هفته پیش بحثمون این بود که آیا حافظه تاریخی داشته باشیم یا آگاهی تاریخی، این ستیز چیه؟ این ستیز اینجاست که روس‌ها الان این رنج میبرن از این حافظه تاریخیشون، از دهه 90 شون، از اینکه یلسینو آوردن، از اینکه گورباچف خیانت کردن، از اینکه چنین کشور گل بلبل هم نبوده. من دیدم، من زندان هاشون هم دیدم، مدرسه هاشون هم دیدم، بیمارستان هاشون هم دیدم. مثلا اصلا اینکه سقوط بکنه نظام به این شکل من باورم نمیومد. خب حالا کرده، خب بیام بسازیدش، رهاش کردن، خصوصی کردن، سهام رو فروختن به 100 برابر، کشور رها کردن. و یلسین میگه به ما وام بدید، نمیده. سال 98 معرف حضورتون هست، معرف حضورتون هست، حتما میشناسید، در امریکا توی نیویورک میشینه، آنترو خیلی هم آنتروپو چیزه، خیلی مردم دوست، چی میگن آنتروپو چیزه، جورج سوروش،
جورج سوروس، همون مجاریه میشناسید، یهودی مجاریه، اونجا دانشگاه میسازه، هنوز هم میسازه مجارستان. جورج سوروس آمد این کشور بدبخت در سال 98. حالا مثلا مگه روب چقدر حالا ارزش داره؟ اومد یک اسپیکولیشن میگه، یک اسپیکولیشن ارزی هم کرد، کمر اینا رو شکست. یعنی اومدن جام بگیرن سال 98، زد داغونش کرد، یعنی پولشون رو خرید، بعد دو برابر در بازار فروخت، دوباره بازنشسته ها سقوط کرد. به هر حال لنین سال 99 پوتین میاد، پوتین سر کار میاد و از آن به بعد 21 سال مبارزه داره میکنه. 21 ساله که پوتین مستقیما هرچی رئیس جمهور عوض میشه، این از این رنجی که اونجا دیدن در دهه 90 کوتاه نمیاد. اما بعد از این فروپاشی کشور به کیا رسید؟ این جالبه بدن دوستان که چرا اسکندری جو اصرار داره آینده ما گذشته روس هاست. تمام کسایی که روسیه رو گرفتند و الان سر کارن، هنوز زنده، یعنی 60-70 ساله هستن، همشون کادرهای حلقه اول، دوم و سوم نهادهای امنیتی و نظامی روس هم. همه اونها. مثلا پوتین مال نهاد درجه 3شه، مال حلقه سومه. یک افسر اطلاعاتی آلمان شرقی که آلمانی رو خود میدونید بلده، با مرکل هم آلمانی صحبت میکرد، حالا مرکل هم برای که حالی کنه حالیش هست، روسی با او صحبت میکرد. مثلا این کار رو میکردن با هم. پوتین از حلقه سوم هست، ولی معاون شهردار هست در سن پترزبورگ، خود شهردار از حلقه امنیتی ها هست. تمام اینها یک قشری رو درست میکنن به نام اولیگارشی. 55 نفرن دوستان پوتین هست. دوستان باید بنویسید اسکندری جو اولیگارشی روس ها. این یک مقاله میاد بیرون، نمیدونم در شرق الاوسط بوده یا در نمیدونم در کدام سایته، من اینو نوشتم و توضیح دادم که سالی یک بار در ژانویه شون اینها رو میخواد و پوتین این کار رو میکنه. از سال 2010-11-12-14 تا کرونا شد، من بعض کارنا دیگه ردش رو گم کردم برای اینکه نتونستم خبر رو پیدا کنم. پوتین اینگونه روسیه رو میچرخانه، اولیگارش ها رو اجازه میده کشور رو، میدونه اولیگارش به فارسی میشه سلطان، سلطان طلا، سلطان دلار، سلطان آهن، سلطان فولاد، سلطان قند و شکر، سلطان پوشاک، سلطان چادر و سلطان ماشین اتومبیل. سلطانه 55 تا سلطان داره روسیه، نظام اولیگارشیه، دقیقاً منظور از زمان سقراطیه، الگوبرداری شده. این 55 تا عکسش هست، تفسیرش هست. حالا اونا که خیلی روسیه رو دقیق زیر ذره بین میبرن، دوستان عزیز فراموش نکنید ما ایرانی ها داریم روسیه رو با استرلاب رصد میکنیم، این فراموش نکنید، و کنایه منم به نظام های استرلابی همینه، ما داریم روسیه رو با استرلاب، یک حلقه هست و یک پرگار روشه، و این غلطه چون عصر تلسکوپه، باید روسیه رو با تلسکوپ رصد کرد. ما ایرانی ها بلد نیستیم، نه روسی میخوانیم نه یعنی نه روسیه رو میشناسیم. حالا من بارها تو مقاله اشاره میکنم، اولش میگم اگر پروا، یعنی شرم و حیا، پروا کنیم، اگر روسیه رو روسی نمیخوایم، لااقل روسیه رو بخوایم. ما روسیه رو همین در حال حاضرم استرلابی میشناسیم، ما روسیه رو تلسکوپی نمیداریم، غربی ها تلسکوپی نگاه میکنن. یعنی مثلا همین نظام اولیگارشی 55 تایی رو من هیچ مطلب فارسی در این باره ندیدم. بعدم که گفتم خب خودم تنهایی مگر چقدر جان دارم، مگر چقدر کپاسیته دارم. حالا من نویسنده نیچه زرتشتم، بیشتر در حوزه‌های فلسفی و فرهنگی، پژوهشگر فرهنگی هم، دوست دارم بیشتر در اون حوزه ها کار بکنم. ولی نگاه من روسیه به 30 ساله، 30 سال اینها رو چیز میشناسم، 30 سال میبینم، میخوانم، مثل که موضوعات مورد علاقه من روسیه هست. یک نکته هم بگم و وقتم تمام میشه، اون هم کنایه هست و رنج هست. شما ماه پیش شاهد بودید یکی از بزرگترین فیلسوفان، تئوریسین های یا مغز پوتین، الکساندر دوگین، دخترش چه میشه؟ منفجر میشه و دو پاره میشه، تکه‌ای که بیفته در خیابان و تکه‌ای که در اتومبیل میسوزه. جهان یهو بیدار میشه که چه خبره در روسیه. ما ایرانی ها هم با 300 کانال تلویزیونی
ما اصلا میگیم نشخاره نه جیرخار، نشخاریه، یعنی خیلی بده، یعنی دیگران یه کاری کردن ما بعدم اونو دوباره تکرار کنیم. تمام کانال ها ناگهان یهو به روسیه نگاه کردیم، یه نگاه یک هفته ای کردیم و تمام شد. و دیگر ما در حالی که مسائلی که همین الان در ایران میگذره، تز من این بوده که، و من نوشتم 30 صفحه در کتاب نیچه زرتشت نوشتم، به علت روس هست. یعنی دیگر ما ایرانی فارسی صحبت میکنیم، البته روسی صحبت، ولی ما روسیه 40 سال پیشیم دیگه. آنچه که میگذره راه آشنایی با اونم ما بلد نیست، برای اینکه اصلا روسیه رو نمیخواد، یعنی حافظه تاریخی نداره. سخن آخرم، ای کاش ما این رو از کلیمی ها، از هموطنهای کلیمی هامون یاد میگرفتیم در مورد حافظه تاریخی و آگاهی تاریخی. میگه یک کلیمی به هیچ قدرتی به هیچ وجهی نمیتونه تاریخش رو فراموش کنه، به هیچ وجهی. و دقیقا ما ایرانی ها به هیچ قدرتی به هیچ وجهی اصلا تاریخ نمیدانیم، یعنی تاریخمون رو فراموش میکنیم. بزرگترین فاجعه برای ما همین ترکمنچای و گلستان هست، ولی اینها کلیمی ها 3000 سال تا چیز دارن، میدانن دقیق، میدانن در مصر چه خبر، دقیق میدانن که موسی رفته گریبان کی رو گرفته که باز زده در بازار او رو کشته و عزیز مصر گریبانش رو گرفته و چند نفر آمدن در کوه طور و چند نفر در سینا بودن و مثلا برادرش هارون چه کرد. اینو میگن حافظه تاریخی، یعنی خودت در اون فاجعه اصلا نبودی تو دنیا، ولی نسل به نسل فراموش نکن، ذکرت بده. حافظه یعنی این. پس نقطه مقابل کلیمی ها یا اسرائیلی ها ما ایرانی ها هستیم. سوگند خوردیم به هیچ قیمتی تاریخ رو نه عرض بگذاریم، نه بشناسیم، نه بخوانیم و نه بیاموزیم. این سخن آخر اسکندری جوه. اما یک کلیمی به هیچ قیمتی زیر شکنجه هم تاریخش رو به حافظه تاریخش رو رها نمیکنه، هویتش رو رها نمیکنه، اصلا همه چیش تاریخیه، میگه همه چی مهم. حالا ما اینو اومدم اینو گفتم، میخوام نتیجه گیری کنم. این مشکل رو با روس ها داریم، به هیچ قیمتی نمیخوایم ببینیم روس ها چه خبره، به هیچ قیمتی نمیخوایم از اونها بیاموزیم و به هیچ قیمتی نمیخوایم این حرف اسکندریجی رو بپذیریم که آینده ایران فرانسه یعنی غرب نیست، آینده ایران روسیه هست. اول سخنم یک تلنگر کوچک زدم، گفتم نیمی مغولی هستند، نیمی اروپایی. مولانا که نیمی ز فرغانه بود، نیمی ز ترکستان. البته بعد عزیز آخر سخنه، بنده اسکندریجو نیمی ز ترکستانم و نیمی ز کردستان. و البته من سوگند نخوردم، من سوگند خوردم که تاریخم بود، یعنی من اینجا کلیمی هستم، سوگند خوردم فراموش نکنم. یکی دیگر اینکه من به روسیه توجه دارم و روسیه رو مطالعه میکنم و میدارم آینده ما قطعاً روسیه هست. برای همین کتاب نیچه زرتشت رو نوشتم که نیچه رو ما از طریق روسیه وارد کردیم، ولی هیچی از روسیه نمیدانیم، هیچی، و نمیخواهیم هم بدانیم. و اینا فاجعه است عزیزان، یعنی گیر کار که چرا تلاش های ما از مشروطه به نتیجه نمیرسه، چرا ما ایرانی ها آدرس ها رو عوضی میریم. یک نمونه گفتم دیگه خدمتتون، یک ماه پیش یک فاجعه، اونم برای روس انجام میشه، یک دختری که اصلا نمیدانیم کی هست، باباش کی هست، چه کرده برای ایرانمون. ولی خب وقت نیست که من بگم چه کرده برای ایرانمون، همین آقای الکساندر دوگین رو عرض میکنم. یه خبری شنیدیم و دو نفرم سریع از گوگل، حتی من منابعش رو خدمتتون عرض می‌کنم، ناجوان مردانه از اسکندریجو نگرفتن، الکساندر دوگین کردم، ولی نگفتن که من در 2004 مقاله دارم، 2006 مقاله دارم، 2013-14 در شرق الاوسط مقاله دارم که در مورد این هیولای روسی نوشته بودم، هشدار می‌دادم که این رادیکال آزاد هست، فری رادیکال هست. می‌دونی فری رادیکال یعنی چی؟ فری رادیکال یعنی اگر بیفته توی تنتون، یعنی سلول سرطانی شروع میکنه تکثیر کردن، سلول سالمون نابود کردن، بهم میگن فری رادیکال. بخونید در شیمی، در بیولوژی،
فری رادیکال بود. این فری رادیکال در ایران رها شده. آقا اسکندریجی بالا رفت، پایین آمد، 120 تا مقاله نوشت، چند تا مصاحبه کرد. حالا به دوستانش، به شاگرداش در ایران که حالا وزیر وکیل شدن، گنده شدن، نماینده شدن، شدن. ولی پیش که گشتن. گفتیم یه فرصت طلایی برای اسکندریجی پیش اومد. چی شده؟ دوگین دخترش منفجر شد رو هوا. خب ایرانی ها تازه فهمیدن خبریه. بعد دوباره فهمش. دیدید ما سوگند خوردیم هرگز روسیه رو نشناسیم. سوگند دوم برخلاف کلمی ها. هرگز تاریخ نخوانیم. اصلا حافظه نداشته باشیم. ما سوگند خوردیم. اون وقت هی دور باطل. Vicious circle. یعنی از مشروطه عرض میکنم دوستان، حالا من میرم برای شما میمانید منظر نظر تاریخی عرض میکنم. ویشه سیرکل ایران ادامه خواهد داشت. ویشه سیرکل ایران ادامه خواهد. چرا تعجب میکنیم؟ چرا ما تعجب میکنیم؟ چرا ما میرنجیم؟ این رسنتیمان. دو تا رنج ما الان همکنون داریم ایرانی ها میبریم عزیزان. یکی از دوستان چون دقت داره معمولا ولی بیش از اندازه به من محبت داره، خطابم به ایشون هم هست. دو تا رنج ایرانی ها رو وحشتناک داره میکشه. یکیش اگنی یا انگویش هست، یکیش ریزنتمنت هست. این رو بگم دیگه به راستی سخن رو تمام میکنم بریم اگر پرسشی باشه دیالوگ رو آغاز کنیم. میدونید که انگویش و اگنی به سمت مرگ میره، یعنی معطوف به مرگه. یعنی شما، یا ببخشید دور از جان شما، هر کسی که میخواد بمیره مسیحی ها روغن میرن میبالن بهش دیگه. اون موقع انگویشه اون داره میکشه، اون رنجی که میبره اگنی هست. مولانا هم آخرین بیت شعر عزیزان حاضر در اتاق، ذوقی دیدم دارید دوستان، مولانا هم اون آخرین بیت هست یک شعر، یکی از غزلهاش همینه دیگه. آخرین بیتش خواهی بیا ببخش، خواهی برو جفا کن. خیلی زیباست. حالا من چون بسیار انصافم بی سواد و بی ادب، ادب نه به معنی تربیت، ادب به معنی ادبیاته. یعنی من واقعا بی ادبم، یعنی ادبیات نمیدانم، شعر مخصوصا نمیدانم. و چقدر گاهی حسد میشه، ناچار میرم کتابم باز میکنم از این پشت و مولانا میخونم و اشک میریزم. فوق العاده که آخرین جملات چیه، آخرین جملاتی که از این جهان میریم چیه در مورد ایرانی ها. دیگه من به اینجا رسیدم، یعنی دیگه اصلا ادوایس گذشته، به وصیت رسیده. اینقدر رنج من، البته اگونی نبوده، حالا مرده بودم دیگه، چون آخرین رنج یعنی میره میمیری. رنجی که معطوف به مرگه میگن اگونی، انگوش. اما رنجی که من میکشم نیچه هست عزیزم. حالا خواستم یه موقع آشنا بشید با من. اسکندریجو 1000 صفحه در مورد نیچه نوشته. نیچه قلمش پولیمیکه، قلیاییه، انگویشی نیست، رزنتمنته. اشاره هم کردم یه آقایی که مترجم برجسته هست همین رو از دهان من گرفت در کتابم. دوید رفت آمد آمریکای شما، دانشگاه برکلی و اونجا واشنگتن اینا سخنرانی کرد و خیلی هم خوب بود. ولی خب دوستان به من خبرشو دادن، من خب هیچ کی به ما نگفت بیاد اونجا آقا سخنرانی. فکر کنم فرق رزنتمنت با انگویش چی هست، اگنی چی هست. آنچه که هم اکنون میبرید و دیدن در آغازم میخوانید عزیزان، رزنتمنت هست. و این رنجی که شما امروز و یک هفته میبرید، من یه چیزی نزدیک به 20 ساله میبرم. و خوشحالم که فعلا انگویش نشده، فعلا در ریزنتمنت موندم و دعا کنید که من اگونی نشم، چون اینقدر رنج شدیده ها. قلمم رو نگاه کنید، همه پولمیکه، همه کنایه آمیزه، فوق العاده. من سخت می‌نویسم، فاخر نمی‌نویسم ولی سخت می‌نویسم. دوستانم خواستن آسان‌تر می‌نویسم، دیگه نمی‌کنم. یعنی نیچه همینجوری می‌نویسه، یعنی پر از کنایه و پر از استعاره است. خب استعاره رو باید بشکافی، کلید رمز میخواد، نمیشه، سخته. خب منم گفتم چه کنم، تکلیف من، خودم که تکلیفم با روسیه روشن کردم، خودم که تکلیفم روشن کردم. فریاد من این که آنچه در ایران میگذره از روسیه است. ما همه از روسا داریم. روسها ما را به چنین روز انداختند. روسها، یعنی کعبه ما فعلا یه مقدار اینوری شد. من در مقاله که 8 سال پیش برای روحانی نوشتم، مقاله در شرق الوسط هست که محبت کنید آنتن پاستور رو به سمت کرملین نبرید، ایسه بدید به سمت همون کعبه بخوابید. ولی کجاست؟ 300 کانال ناگهان آمدن، خبری دادن و فراموش شد. اما اگر می آمدیم و آشنا می شدیم در روسیه چه می گذرد و روزها با ما چه کردن و چگونه وارد اتاقهای فکر ما میشن،
این دهلیز هایی که من هی می نویسم رمزآمیز در مقالاتم، در دهلیز تاریک کرملین چه خبره، که اسکندریجی هوشیاره، من هم می دانم در روسیه چه خبره. اون کدام ایرانیست که چنین می کند؟ یعنی اون کدام روسوفیل وطن فروش است که والا می شناسیم، والا بعضی در بله می شنن چنین می کنه با ایران؟ چرا؟ یعنی چرا ما چنین عقوبتی باید بکشیم؟ مگر ما تحت الحمایه ایم؟ در مورد دریای خزر چرا باید از 25% به 11% می رسیم؟ شرم نمی کنیم؟ میگیم مشاور ارشد دوگین، مشاور پوتین وارد ایران شده، شاید بیش از مثلا چند دیدار با بزرگترین صاحب نظران، ولی چرا از نفوذ استفاده نکردیم؟ مغز بخوانی نوشتن پوتینز برینز، مغز پوتینه. خب چرا ازش نخواستیم؟ آقا محبت کن، حالا که ما انقدر تو رو عزیز می‌داریم، این 11% ما صدقه نیست، حقمونه، بکنید 20%، شما که انقدر نفوذ مغز پوتینی دیگه، چرا چنین نمی‌کنی؟ خب بریم یه کارشناس بیاریم، حالا تو بی بی سی ایران 10 دقیقه برای ما سخن بگه که این آقا جایگاهش در ایران کجاست. اسکندریش که میدونه این آقا جایگاهش در مسکو کجاست، ولی در ایران چه نقشی ایشون داره؟ از روی مقالات اون موقع اسکندریجی به عنوان کارشناس بهشون توضیح میداد که چرا ما اینقدر غفلت کردیم، حالا چوبشو میخوریم، چرا غفلت کردیم. این فقط در مورد خزر بود، من فقط اشاره کردم، تازه وقت منم اوورتایم گذاشت. بله من فقط کارت زردم میدید به من. نه خواهیش، فقط عرض کنم خدمتتون الان چیزی نزدیک 1 ساعت و 10 دقیقه است در خدمتتون هستیم، ولی اگر خواهش کنم قطع کنیم ازان که وارد دیالوگ بشیم اگر لازم هست، ولی در به همین پاشه میچرخه ها. ما در این مصیبت چه شده؟ چرا نمیخواید شما رنج ببرید؟ من که نگفتم شما همه انگویشی بشید، زبانم لار، شما که اگونی ندارید، خب رزنتمنت رو با من شریک باشید دیگه. خب رزنتمنت دیگه، خب همینه، خب بکشید. چطور بنده 20 سال میشم شما یک هفته نمیخواید بکشید؟ بکشید، در رزنتمنت با هم دیگه مشترک باشیم دیگه. مگر نه اینکه سوگند خوردیم، نه تاریخ بدانیم، نه تاریخ بخونیم، نه تاریخ بیاموزیم. خب این مصیبت هم میشه دیگه. حالا علاوه بر روس هم هست، یعنی دو تا تکلیف داریم، ما جفتش هم نداریم ولی سرگردانیم. خب بشید، خب خودمون میخواییم چنین بشید، خودمون میخواییم. خب عزیزان بریم برای دیالوگ، در خدمت. سپاسگزارم آقای اسکندریجی از صحبت روشنگرتون. سوال بسیار هست، خودم رو توی نوبت میذارم. خیلی متشکرم. من فکر میکنم الان برای شما نزدیکای آخر شب هست، احتمالاً ساعت 11:30. بله، به حال شما تا هر زمانی که براتون امکان پذیر باشه و خسته نشین، ما در خدمتتون هستیم و اینکه دوستان سوال داشته باشن بفرمایید. من خواهش میکنم دوستان یا اینکه توی چت اسم خودشون رو بذارن یا اون دکمه ریز هند رو بذارن که من بدونم، که یا اینکه اونایی که ویدیوشون روشن دستشون رو بالا ببرن، من سعی میکنم نگاه بکنم همه رو و به ترتیب دوستان رو توی نوبت سوال بگیرم. من الان دوستانی که دیدم آقای بهرام زندی هستن و آقای دکتر لطفعلیان هم دیدم که دستشون بالا هست. دوستان دیگه لطفا خودشون رو توی لیست بذارن. من خواهش میکنم از دوستان برای اینکه بتونیم احترام به وقت دیگران رو رعایت بکنیم، با توجه به اینکه آقای اسکندریجی هم الان دیر وقت هست، و خواهش میکنم که صحبتاتون رو توی حد اکثر 3 دقیقه محدود بکنین و سوال یا توضیحتون رو بفرمایین. اگر سوال هست که آقای اسکندریجی جواب بدن، و اگرم توضیح هست که ما سپاسگزار میشیم. آقای زندی شما بفرمایید، بعدم آقای لطفعلیان در خدمتتون هستیم، بفرمایید. با سپاس فراوان. من صحبتهایی کردم با شما در کانون، همونا رو باز میتونم دوباره ببینم در اینجا. شما دید مذهبی خیلی دارید و اولا در کانون گفتم اینا مثال میزنید، یعنی که واقعا، چون مثلا قبای مسیح، مثلا مسیح خودش در تاریخی بودن شک هست، ولی شما طوری صحبت میکنید انگار این واقعیت داره و قبایی بوده. و همچنین تاریخ یهودی رو دوباره گفتین، تاریخ یهودی همش در واقع دروغه، تبلیغاته، یهودی ها این تورات رو نوشتن. اینا الان امروز استفاده میشه ازش برای اینکه اسرائیل رو به حقانیت برسونن در اشغال مناطق فلسطین. بعد در
باره تاریخ ایران و روسیه شما بعضی جاها رو اشکال دارم با بحثتون. مثلا میگیم که پتر کبیر وصیت کرد چون گفت تمام بندرهای ما یخ زدن، ما میخواییم به آبهای گرم خلیج فارس برسیم. خب یعنی چی؟ یعنی تمام ایران رو بگیریم. اینو اون شروع کرد و رومانوفا آمدن قفقاز رو گرفتن. اما خوشبختانه لنین اومد گفت تمام قراردادهایی که با رومانوف بسته شده کنسله، کان لم یکون، یعنی در واقع قراردادهای ترکمانچای گلستان باطل شد. مثلا اینو خیلی ها نمیگن چرا پاسخ میدن. چشم، پاسخ میدن. اجازه بدین من تموم کنم. خواهش میکنم. فرصت کمی ایران داشت که اینا رو بگیره و استالین اومد. استالین گفت نه نمیشه. البته بالتیک و فنلاند رو پس دادن، اونا هم لنین آزاد کرد و استالین دوباره شد مثل یه رومانوف دیگه، گفت بریم. اومد بارای روی ارس که اران بود که باکو هست و گفت اینجا آذربایجانه، که چرا بگی به آذربایجان ایران وصل بشه. که کلک اینجوری زدن که باز خوشبختانه استالین هم بعدا منتفی شد و الان روسیه امروز به ایران خیلی کمک کرده. شما ببینید اگه روسیه و چین امروز نبودن، آمریکا ایران رو اشغال کرده بود، بهتون قول میدم، درست مثل افغانستان و لیبی و عراق، ایران و سوریه اشغال خواهند بود اگر اگر روسیه و چین امروز نبودن. این نتیجه مستقیم پوتین. و همچنین گریبایدوف، در واقع گریبایدوف ایرانی ها اصلا هجوم آوردن به سفارت روسیه، گریبایدوف گرفتن سرشو بریدن و سر بریده گریبایدوف یه طبق کبابی بود، چند روز در تهران میگشت. این و گریبایدوف همجوری گفتین خودش 30 خورده‌ای داشت، زن دختر جوانی داشت، گرجی بود و الان هم در گرجستان مدفونه. این است. اما از روسا که بپرسید، نه جریان گلستان و ترکمانچای رو میدونم، نه اینکه قفقاز مال ایران بوده و نه اینکه گریبایدوف چی شده. اینا اصلا تاریخایی که روسا واقف نیستن بهش. گریبایدوف رو یه شاعر میدونن و موسیقیدان و این اصلا نمیدونن که چی شد و چرا اینطوری شد. این حافظه هایی که میگی، حافظه های تاریخی، روسا یه جور دیگه هستن البته و ایران از روسا صدمه نخورده، از طریق آمریکا خورده. شما خودتون تاریخچه کودتای 28 مرداد رو گفتین. آقای زنی اگه ممکنه خواهش بکنم که تمومش میکنم. یه دکتر دیگه، روسا به اون که میگین شما اگه دکه، امروز میگن داچا. حالا میدونم چرا، ولی حرف شما دکه، من باهاش موافقم که دکه که ما میگیم از اونجا میاد، ولی خود روسا میگن ما میریم داچا. این چیزی که من سفرهای زیاد داشتم من در روسیه و اوکراین. خیلی ممنون و سپاس. بله سپاس گذارم. من همین فقط خواهش میکنم که دوستان لطف کنن توی صدق، من سعی میکنم از این به بعد علام رو بزنم. و آقای اسکندرانجو اگر شما هم لطف فرمان پاسخوتون بله، رو بیشتر 3-4 دقیقه بکنین که بتونیم بقیه. خواهش میکنم. و البته اگر لازم بود و سوالی نبود، خب میتونیم دوباره با آقای زنگی برگردیم. من فقط میخوام همه امکان رو داشته باشم. خواهش میکنم. ببین دوستان، میگیم لنین آمد، خب لنین که ما صدقه نداد. شرط اصلی اگر لنین آمد، یعنی اینکه به ما مثلا ایروان رو ببخشه، مثلا به ما قفقاز رو ببخشه، مثلا همین آذربایجان شمالی رو مثلا به ما ببخشه. خب لنین که این کارا رو نکرد. لنین آمد، یادتون نره ما در زمان لنین هم حتی داشتیم عوارض میدیم. من چون سخن به درازا میکشید من نگفتم. اول نمونده گریبایدوف بگم، اون دختری که گرفته بوده، پوشکین دوست گریبایدوفه، میره به میخواد بره ارزروم ترکیه، در گرجستان که بعد رد بشه بره به ترکیه، یک جنازه سوار قاطر میبینه، میبرن چیه دلیجانی داره میبره، چند تا گرجی داشتن میبردن، چون همون گرجی‌ها بودن که همراه چیز بودن دیگه، گریبایدوف تا روسی بلد بودن. میگه کیه؟ میگه که گریبایدوف هست. حالا گریبایدوف دوست اینه، بله سرشو کبابی میکنن، اینا میدونم، گفتم که از مچ دست ساختن. منتها حواسم بود که مثلا دوستان در اتاق فقط من اشاره گونه برم. آره اصلا گفتم مرکز ذهنشون، گفتم بابا گریبایدوف مثلا در زرگنده پیانو هم میزد. آها بله، در 200 سال پیش بدبخت انگلیسی مون عشق فرانسه داشت، شعر فرانسوی اومده بود
اصلا بده به ما اهانت میکرد، میگفت اینا خیلی فحشای بدی هم میداده، یعنی حالا روسیش عرض میکنم خیلی بدش میامد، ولی آبادان چون تو تبعید شد، این دکامپریست بود دیگه، عرض کردیم که اصلا تبعیدی بود و کلا همه اون افسر و سربازه که آمدن ایران، همه از افسرهای درجه 3-4 همه مثل استرالیا که میدونید همه زندانیا و محرومین انگلیس رو مینداختن اونجا بعد کشور ساخته شد، اینا رو روسا اینا رو بلد بودن میفرستادن. اتفاقا همین گریبایدوف به چیز گفتش که ببین این هند شرقی چجوریه، بیا شما که اینقدر ایران و پاکستان و موقع همه چاپیدید، ما میخوایم بچاپیم، به ما هم یاد بدید، ما هم یه هند شرقی بزنیم تا همین اینجا دفترش هم میکنیم تبریز اتفاقا. ولی بهش خندید که نه آقا جان میخوای نون ما رو آجر کنی، اذن نداد. هند شرقی داشتن میساختن، میبینید ما در تاریخ هند شرقی دارن بخونه، تمام شرق آسیا مال اوناست و اینا هم روسا میخواستن بسن، ولی چیز مکدونالد این کارو باهاش نکرد، داداشش پزشک بود که اومد زن حامل چیز رو حالا کمکش کرد و اینا، یعنی پزشک عباس میرزا هم بود ولی برادر سفیر بود. حالا اصلا بحثه که مثلا چون وقت نیست، من بارها گفتم در سخنرانی ها موضوع بسیار وسیعه و دوستان حواسم باید باشه که حوصله شون رو داشته باشن. خب پس برای هر به این لینه به این خاطر گفتم چون نبخشه چرا یه کار خوب کردنی، گفت آقا بقیه اون پولا رو ندید، آقا انصاف بدید، از زمان لنین بخونید دیگه 1917 تا 1800 92 سال ما داشتیم سالانه مثلا 1000 میلیارد میفرستادیم اونور، سالانه 1000 میلیارد میدیم. لینین اومد گفت آقا این چهار تای بقیش رو ندید دیگه، یکی از کار من اینو می‌خواستش بخواد، ولی بقیش اگر اساس من لینین می‌خواست بده گفت آقا بفرمایید مثلا حالا ایروان نمیخواد تفلیس مال شما، میگه نه باکو مال شما، خاصی من شوخی نداره که لینین کارا نکرد. خب گریبایدوف که گفتیم نه، بعدش هم محبت دارید چون بیشتر کامنت بود. بریم برای بعدی، عزیز بعدی. بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای اسکندری جو. آقای دکتر لطفعلیان بفرمایید، خواهش می‌کنم. آقای لطفعلیان لطفاً میکروفونتون رو باز کنید. بله بله من باز کردم، خواهش می‌کنم. خب آقای اسکندری جو نکات جالبی گفتم که بعضیشون تازگی داشت و بعضی جاها هم جای تأمل داشت در سخنان ایشون، و اینکه ما در مسائل اجتماعی هیچ وقت نباید همه مردم و همه افراد ملت رو با یک چوب برانیم، و ایشون احکام مطلقی صادر کردن که ایرانی اصلا تاریخ نمیخونه، ایرانی نه، بعضی از ایرانی ها هم میخونن، و البته ایشون من دیدم بسیار شخص پرشوری هستن و به علت همین شور و انرژی که دارن خب بعضی صحبت ها هم میکنن. درباره این دو پیمان شومی که ما با روسیه بستیم، موضوع پیمان بعد اینکه ایران از با 10 سال مقاومت در برابر روسا شکست خورد و پیمان گلستان به امضا رسید، روسا بعد از اون دیگه خیال حمله مجدد به ایران نداشتن و در خودشون در روز احوالی بودن که جنگ جدید نمیخواستن. ولی این موضوع رو که ایشون اشاره کردن، کاش این قضیه خیلی اهمیت داره که جنگ دوم ایران و روس و چه باعث شد که این جنگ شد و به نتایج فاجعه بار اون رسیدیم، و اون این بود که گروهی از مجتهدان و علمای اعلام وقتی که فتحعلی‌شاه با عادت هر ساله به سلطانیه که امروز زنجان. بله رفته بود، اینها بلند میشن و میرن اونجا و میگویند که ما میخواییم که با شما با روسیه اعلان جهاد بدید، و عباس میرزا البته خب ایشون به حق اشاره کردن که عباس میرزا در جریان هر دو جنگ که فرماندهی سپاه ایران داشت به راستی شخص وطن دوستی بود و آدم روشنی بود، ولی عباس میرزا به شما میگه ما توان جنگیدن دوباره با روسیه رو نداریم، ولی خب موضوع فشار دینی طوری بود که مقاومت نتونستن بکنن و جنگ دوم. بنابراین مسئولیت اصلی شروع جنگ به عهده
آیت الله های وقت و البته در موقع آیت الله خوانده نمیشن. این نکته رو کاش اشاره میکنم. حجت الاسلام خوانده میشن. بله، چون اهمیت بسیار زیادی داره و در همین پیمان ترکمانچای بود که موضوع کپیتولاسیون مطرح شد و بعدش پیامد بسیار فاجعه‌بار این بود که دیگر کشورها هم به عنوان the most favored nation، وقتی شو این یک اصطلاح اقتصادیه که اونها هم میتونن، شما اگه با یک کشوری قرار دادی اونها هم کشورهای دیگه هم میتونن از نتایج اون بهره‌مند بشن و این بود که دیگه ایران در واقع استقلال واقعیش رو از دست داد و در طور به علت این موضوع من اینم یکی و من خیلی خوشحال میشم که سپاسگزار میشم ایشون یک کمی توضیح بدن در این. خواهش میکنم. خدمت آقای دکتر عزیز عرض کنم. ببین عزیز جان، من آخر سر که بحث اگنی و رزنتمنت رو عرض کردم، خب درسته، حالا اینطور برداشت حق شماست چنین برداشت کنید، شاید دیگر دوستانم برداشت کنن که آقا اسکندری جو شما مقدار شور و حال دارید در سخنرانیتون، در نتیجه تر خوش که با هم میرانید. بله، این حرف دوستان ممکن برخی دیگر هم همعقیده با آقای دکتر باشن، منتها محور سخنم رو میخوام میگم گوهر سخن من این نبوده، یعنی اینگونه برداشت نشود. خب ما که در ایران حداقل 100,000 دبیر تاریخ داریم، 50,000 هر دانشگاه اگه 100 تا دانشجو داشته باشه میشه چیزی نزدیک به مثلا 40,000 50,000 تا فقط دانشجو رشته تاریخ داریم. خب فقط حداقل 200 تا دارن نان تاریخ میخورن، چه معلم و آموزگار چه دارن. خب از مگه نمیام تر خشک با هم برانم، مراد من این نیست. وقتی که گفتم ما مثل کلیمی ها نیستیم، شما هر کلیمی رو ببینید دیگه دبیر تاریخ نیست، استاد تاریخ هم نیست، دانشجو تاریخ هم نیست، میدونن. حرف من این بود، من میگم ایرانی ها 20 سال من رزنت میکشم شما هم بکشید، ولی اون که حالا تر و خشک نه، اصلا منظور من این نیست دیگه. من که میدونم فقط نصف ملت ایران مثلا تاریخ میدونم، ولی خب چه سواته، یعنی ما میخواییم از این تاریخ چه بکنیم. بحث هگل پیش میاد که من در سخنرانی قبلی داشتم، چون نمیخوام تکرار بشه و وقت کمه من اشاره میکنم. اما نکته که باز عرض کردم، پس این مسئله که یعنی سوء تفاهم پیش نیاد که منظور که تر و خشک شدن، هرگز چنین نبوده آقای دکتر. بله، و آخر سر رضا شاه، حالا که گفتید از کاپیتالاسیون، بند هفتش هم هست که عباس میرزا میگه در خاندان من باشه. اصلا آیرونساید، آره فکر کنم آیرونساید، جنرال آیرونساید، وقتی با رضا شاه صحبت میکنه، رضا شاه میگه من افسر اعلی حضرت، حالا تصرف که کشته شده رفته، حتی کشته شده خبر داشته، منظور این که میگه من چون قزاقم و قزاق مال روساست فرق نمیکنه بولشویکی باشن یا چی، میگه من افسر اعلی حضرتم. خب راست میگه، دو سال حالا افسر بولشویک هست رضا شاه، طبق قانون چیز شما میدونید که فرماندهی نیروی قزاق اصلا با روساست، اصلا اجازه نداشتن ایرانیا افسر داشته باشن، این افسر آل رتبه. بعد صریحا رضا شاه خودشو نانخور اعلی حضرت میدونسته، اعلی حضرت نیکولای دوم عرض میکنن. بعد این آرانسای گوششو میگیره که الان اهانت نمیکنم به رضا شاه، آقا کجای کاری، چرا آدرس احوازی میروی، اولا که اونا تموم شدن بارشو بکن، ولی خب میگه فرق نمیکنه، باز من نوکر یعنی افتخار، یعنی افسر در اون زمان این معنا رو میده، نوکر دولت، نه یعنی مستخدم دولت، یعنی مثلا افتخار دولتی، میگه من نوکر هر بولشویکم، چه فرقی میکنه. رضا شاه صریحا هستش در سخنرانیش میگه، من خواسته گوشش میگم آقا بیا بشو مثلا نوکر انگلیس، ولی باور کن من فکر نمیکنم نوکر انگلیس بشه، یک چیز کله شقی بود آقا، وقتی این قدر دو متری دیده بود در ایرانه که قدر متأسفانه 1.40 واسه یه فرشت کرده بود، هیچ هم بارش نبود، نه سوادش قشنگ گرفت در یک افسر بالیاقت، بالیاقت من خلاصه چیزش کرد، شاهش کرد. من زمین که اصلا به حق میگم، مثلا من 20 سال گذشته نون اعلی حضرت نیکولای میخورم، میگه من افسر او هم، بعد میگم بیا بشین. حالا خلاصه اینم در توضیح بود که نمیخواستم عزیز من وارد بشم، بله چقدر خوبه اینو میگن تاریخ، رضا شاهی که اصلا صریحا صادقانه میگه من نون روسا رو میخورم، چون فرماندهی مال دست روساست. بله آقای اسکندری جون، نقش آخونده رو من میخواستم در
قرارداد ترکمنچای شما اشاره به نقش آخوندها بکنید و اینکه این جنگ کردن دیگه این من می‌خواستم رضا شاه اینجا مطرح نیست هستن خواهش می‌کنم قزاق‌ها رو از گام بر روسا رو و دوست عزیزی هم که پرسیده بودم می‌خوام بگم ببینید یعنی نشانه از اینکه اشراف بر موضوع دارم بود منظورم اشاره ما ولی فکرم جالبم هست که اصلا رضا شاه اولش روسی بوده بعدا انگلیسیش کردیم بعدم زیادی کردیم نه این خبرا نیست ولی نقش آخوندا رو دوستان فراموش نکنید من در آغاز که تعارف نکردم حقیقتو گفتم دوستان سنگین وزنی نشستن که تاریخ رو خواندن لاقل از اتاق تاریخ رو میشناسن دیگه من مثلا به اون شکل تکرار مکررات نکردم نه که بیام مثلا آب توبه بریزم رو سر آخوندا بگم آخوندا والا نام آخونده که به مجتهد عرض کردم اولا مقامش آیت الله نبود حجت الاسلام بعدش هم مجاهد شد اینا گفتم حوصله نیست ممکن خواب اون ببره تو جلسه برای همین اشاره کردم والا دوستان میدونن تاریخ رو خوندن با اجازه دکتر بریم برای عزیز بعدی خواهش میکنم من فقط بگم که ما خانم تهرانی رو داریم آقای ناظر بعد خود من یک سوال دارم و بعد آقای مجتبی مشعشعی اگر دوستان دیگه هستن که من فراموش کردم لطفاً یا دستتون رو بالا کنین یا چت بزنین که من بدونم که توی لیست بذارم و بعدم آقای دکتر حاجی بود خانم تهرانی بفرمایید خواهش میکنم با سلام مجدد و سپاس از آقای دکتر اسکندری جو من سوالم اینه که شما چندین بار تو گفته هاتون اشاره داشتین که آینده ایران 40 سال گذشته روسیه خواهد بود با توجه به شرایط کنونی ایران من راستش رو بخواییم هیچ نزدیکی و قرابتی بین این همسانسازی که شما کردید نمیبینم میشه لطفا دلایل خودتون رو برای این استدلالی که فرمودین ذکر کنید ممنون میشم مرسی بیشتر اینا رو دوستان عرض بکنم این یک تز هست و تز من با نوشتن کتاب نیچشه در واقع آغاز خب این تز رو بعد ما آرگومنت بیاریم و من حواسم هست که باید خب این آرگومنت در واقع من بعد چی میگیم کانتر آرگومنت ها رو پاسخ بدم که دقیقا همین سوالی که خانم زهره تهرانی پرسیدن خب آقای اسکندری حالا به ما یک کانکریت به ما بگید که چرا شما فکر میکنید که اولا من این تز مثلا برای چی آمد یکی خودش در واقع یک کانتر تز هست برای احمد فردید حالا دوستی اشاره کرد آقا پیشینه‌های مذهبی داره چون از مسیحیت یا یهودیت اشاره میکنین اینا اصلا وجود تاریخی ندارن و در نتیجه چرا خب حالا من اصلا غمم این نیست من آنچه که واقعیت هست نه آنچه که حقیقت هست دقت بفرمایید حقیقت همین که دوست عزیزی پرسیدن فراموش کردن بله آقای بهرام خب مثلا اصلا کاراکتری به نام عیسی مسیح اصلا نیست در تاریخ حالا میگن ولی واقعیت چیه به شدت هست و ژانویه هست و کریسمس هست و عید پاک هست حالا اگه 50 سال بریم عقب‌تر دیگه درختشان 100 سال بریم عقب‌تر که اصلا روزه بعد بگیریم مثلا یعنی روزه یعنی آب بخوریم ولی غذا نخوریم خب میبینیم که اصلا زندگی بدون مسیح ممکن نیست میبینید خب این من بهش میگم واقعیت ریالیتی اینه ولی تروث این نیست پس فرق میگذره آن واقعیت هایی که در ایران میگذره من انقلاب ایران رو بردم انقلاب اکتبر روسیه کردم اول خانم زهره تهرانی عرض کنم که تاریخی انقلاب 57 رو من انقلاب اکتبر میدیدم بعد پیشینه تاریخی رو هم شبیه دیدم حتی میگم نمیخواستم اهانت زیاد بکنم فقط نه به خودمون ولی مثلا که ما هم نیمه مغولیم یعنی ما هم شکل قومیت هستیم یعنی مثلا در قاجار در دوره صفویه تشیع یعنی ایرانی ایرانی یعنی تشیع هر کی خارج از این هست میریم سراغ بحث آینده من که مقالات هم نوشتم اگه میخواید سرچ بکنید فقط نام کنار اسمم مجبورم بگم ببینه کارل اشمیتی یعنی همون که کارش میدم میگم چرا راه دور بریم خب حالا دوستان که به من میگن آقا من خب پیشینه بوده حالا میخوام بگم پیشینه چه کسی نبوده حالا امیدوارم اتاقیا نباشن ولی خب پیشینه من مذهبی بوده حالا من میگم معذرم سواد چه جرمی حالا بوده دیگه یعنی من دانشم و مطالعاتم این هست هست و من اینو انکار نمیکنم که خب روسیه تشیع در روش ارتدوکسی عرض کردم ارتدوکسی یعنی روس روس یعنی ارتدوکسی هیچ رایته کالش میدم همینو میگه مذهب دانش مذهبی هم اینو میگه تاریخ مذهبی امام جعفر صادق امام هفتم شیعیان میگه نه راه دورتر نه نزدیکترشو بیاریم سید حسن مدرس رو عرض میکنم نماینده که رضا شاه تعبیرش کرد در سبزه با
جمله مشهوری میگه دیگه، هنوزم در دبیرستان تدریس میکنن، سیاست ما عین دیانت ماست. درسته؟ دیانت ما عین سیاست ماست، دین ما سیاست هست، صادقانه داره میگه. خب این رو منظر خانم سخن روسیه، روسا هم همین رو میگن. حالا ما فهم خب حالا مشتون کالش می، حالا در موقع کار میشه کتابش نوشته، ولی خب مصدق که چیز که نمیشناخت، که کسروی بود چی بود اسم که آورده، مدرس، مدرس که نمیدونست خانم تهرانی کالش می چی گفته. کالش می میگه که برای آلمان ساختن، اگر آلمانی هستی پس نازیست هستی، یعنی باید هیتلر رو رهبر رو گوش بکنه، یعنی ولایت مدار. من یه مقاله نوشتم هنوز کامل شده ولی فعلا چاپش نکردم، و جالبه هگل تحقیق کرده و من تحقیقات هگل رو آوردم که ولایت پذیریه، یعنی دولت محوره، دقیقا میشه اون ولایت شیعی، یعنی شیعه یعنی ولایت پذیر. دیگه نباید زیر سوال ببری چون مقدسه، نمیتونی اونو کریتیسایزش بکنی. در روسیه هم شما حق کریتیسایز کردن نداری، اگر بکنی سر از چیز در میاری. چی بود اونجا درش همون سرسیریشون هست، منطقهشون، حالا یاد فراموش، سیبری، میدونی. ببینید پس اگر به لحاظ تاریخی ما ببریم بچسبونیم به لحاظ تاریخی انقلاب اکتبر روی 57، من پیش بینی میکنم یه چیزی در حدود برژنف هستیم. ما الان در عصر برژنف هستیم، در تاریخش رو عرض میکنم، نه که دقیقا حالا همه یه کتگوری ها بخوره. در واقع این سخن من، تز من که بازم تز فرهنگیه، یعنی ما به لحاظ فرهنگی میریم. حالا مجبور شدم چون بسیار فعلا سیاسی ما، خیلی سیاست محوریم، اصلا ایرانی ها فعلا چند سالی این هستیم، ما هیچ حوزه دیگر به جز سیاست نمیخواد، هیچ حوزه رو نوارد میشه. اتفاقا در سوئد ما بسیار برعکسه، با دوستان سوئدیم اصلا به هیچ قیمتی نباید از پالیتیکس صحبت بکنیم، اصلا بلد نیستن، بعدشون میاد. نه هفته پیش رای گیری بود، نباید بگی به کدام حزب، حتی این سنت زیبا دو خواننده ایرانی اومده که نمیتونه خواهر برداش پرسه به چه حزبی رای داده. ما ایرانی چون بسیار بسیار سیاست زده شدیم، ناچار من برای شما فکت سیاسی آوردم، ولی نگاه ما میخوام بگم نیمی مغولی هست نیمی ایرانی، اونا هم نیمی روسی هم، یعنی آسیایی هستیم، آسیایی مغولی، اونا مغولی اروپایی هستن. در چه روسیه درسته تو اروپاست خانم تهرانی، ولی اروپایی نیست، یعنی فرانسوی نیست. چرا؟ چون کالچرش، فرهنگش، هستیش، مسیحش، اصلا مسیح اینا نیست. خب ایران هم تو آسیاست، ببخشید ایران که عرض کردم که خیلی تو آسیاست. ژاپن، عزیزان حاضر در اتاق انصاف بدید، یعنی ژژکی نگاه کنید، یعنی شرم بکنیم اگر پاسخ دروغ بگیم. آیا ژاپن آسیایی که هست اما واقعا استانداردش آسیاییه؟ یعنی ژاپن شما با بنگلادش و که تو پاکستان و مثلا قطر و ایران، حالا ایرانو بگم که ایران ما که خیلی پیشرفته، یکی میدونه. خب شرم دیگه، این مقایسه نشد که. ژاپن درسته که در آسیاست ولی آسیایی نیست، نه به لحاظ فرهنگی، نه به لحاظ تکنولوژیکی، نه به لحاظ سیاسی، ساختارهای سیاسیش جام سیویل سوسایت اصلا نمیخوره. مگه شما در بنگلادش پیدا میکنید؟ مگه در هند پیدا میکنید؟ پس بنابراین خانم زهره تهرانی، سخن من اینه، ما هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه از، یعنی باید بریم، ولی میتوانیم راهمون رو. احمد فردید میگه آلمان چون فاشیست بوده، من میدونم مثلا نگاهش اون هست، ولی من نپذیرفتم، گفتم نخیر روسیه است، نه برای که با اون لج کنم، نه برای که من دیم روسیه است. ما اگر روسیه رو بشناسیم الان آرامش میگیره، این رزنتمنت ما آرامش میگیره. نمیشناسید زبان هم دار، ممکنه اگونی بگیری. خب من نمیخوام جمع حاضر خدای نخواسته اگونی بشم، میخوام تمام رزنتمنتتون بمونید فعلا. نفر بعدی عزیز. بله سپاسگزارم. آقای ناظر در خدمت هستم. دکتر اسکندری جور خیلی خوشحالم، کمتر از یک هفته دوبار شما رو ملاقات میکنم. و بحث امشب شما به نظر من در مورد روس‌ها و شما مقایسه‌اش میکنید با ایرانی‌ها، ما یک چیز مشترک دیگه هم داریم جناب آقای اسکندر جوان، که تاریخ هر دو کشور تاریخ متصل نیست، یک تاریخ منفصله. تاریخ هر دو کشور مانند کشمال انگلستان نیست و ما در این دو تاریخ، یعنی در این دو کشور
ناگهان از مشروطه میریم توی پهلوی است، از پهلوی میام میریم توی خمینیست. یعنی این اتصال ها رو، این منفصل ها خیلی تأثیر داره در تاریخ ما. همینجور هم در مورد روسیه، زمانی محصول چیز بزرگترین کشور قله بود و غذای اروپا رو تعیین میکرد، ناگهان پرید رفت توی بزرگترین انقلابی که در روسیه در اروپا صورت گرفت، یعنی مارکسیزم. و بعد ناگهان از آن یواش یواش به کجا رسیدی که امروز پوتین در رأس کار. یک تاریخ منفصله که ما نگاه میکنیم. اما من اعتقادم بر این استش که نه آمریکا محصول نقش داشته در فروپاشی روسیه، همونجور که آمریکا در ایران کودتا کرد، ولی شما قبل از این که به امریکا بحث کنید، بعد به اصطلاح صحبت کنید، سوال اصلی که این هستش که آیا انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب اکتبر 1917، یک انقلاب سوسیالیستی محصول جامعه روسیه بود؟ یعنی آیا روسیه آمادگی یک همچین انقلابی رو که هنوز نتونسته خودش رو در سطح جهانی به طور واضح نشون بده بود؟ یعنی واقعا محصول این جامعه بود؟ یعنی مارکسیسم طبقه کارگر روسیه آنچنان روش کرده بود؟ شما نگاه که میکنید به نوشته های پوتین و لنین، ناگهان وارد یه بحثی میشه، میگه حالا که روشن فکر طبقه کارگر نیست، من میرم میشم روشن فکر طبقه کارگر. وحشت اینجاست که شما کمبود رو میبینید. اگر انقلاب روسیه نهادینه شده بود، جناب آقای اسکندری جو، استالین هم توش در نمیمد. اصلا برم مشکل اساسی همینه. همون اگر مدرنیته در ایران پای ریزی من نهادی نمی شد، خاتمی خمینی از توش در می اومد، دقیقا از توش در نمی اومد. یعنی وحشتی که ما، یعنی چیزی که ما در که از روسیه باید یاد بگیریم، نه تنها ما بلکه جهان سوم باید از روسیه یاد بگیری که آقا اگه میخوای انقلاب کنی، هر چیزی رو که میخوای پیاده کنی، ببین جامعه تو آماده پذیرایی رو داره یا نداره. نکته اساسی که در مورد رضا شاه و آتاتورک میگن اینه که هر دو اینها نرفتن به طرف شرق و نرفتن به طرف غرب، گفتن ببینیم آقا چی به درد ما میخوره. یک واقعیتیه. من از این دیدگاه واقعا اعتقادم بر اینه. اما یه نکته شما گفتی، ببخشید آقای نظف، اگه لطف کنید همین الان تموم میکنم. نه قربان تو، بس تموم میکنم. من علی زیاد حرف زدن نیستم. بله خواهش میکنم. آیه اسکندری جو، ما تاریخ میخونیم، ولی برداشت ما از تاریخ اصلا، آیا قدرت برداشت داریم؟ مثل میگم، چرا هابس با جان لاک متفاوت میشه؟ یو هر دوم از یک کشور هست، زیاد هم اصلا فاصله نداره. خیلی ممنونم جناب آقای اسکندری و مسئول جلسه که به من سپاس گذارم. ببخشید که من از تو خواهش کردم برای نه درست خواهش میکنم. آقای دکتر ناظر، خوشحالم که فکر میکنم لاغل نیمی از راه رو با من آمدید. من خوشحالم از این مسئله، لاغل نیمی از راه رو با هم آمدیم، بعد میخوایم وارد دیالوگ بشیم. ببین عزیز جان، منم یه نکته در تایید سخن شما بگم که تاریخ منفصل داریم. یک تجربه در روسیه میشه، 6 ماه بعد در ایران، یعنی 2 فاجعه صورت میگیره با اختلاف 6 ماه، و این جالب در ذهنتون بمونه. منتها اول در روسیه میشه، خدمت خانم زهره عرض میکنم که بدونید چرا میگم ایران تا آیندهش گذشته روسیه. این هم حالا به کمک من آمد. نگاه کنید عزیز جان، در 1905 آخر، اواخر 1905 مجلس شورا در روسیه تشکیل شد در سن پترزبورگ. بعد نیکولای دوم، بعد اصلا یک اشتباهی که حالا یکی از کشیشا میکنه یا تیری از درخت پرت میشه، حالا ثابت شده است، یعنی رفتن خیلی روسا کار کردن، جنگی صورت میگه. حدود 2000 نفری در روز یک شنبه که هم کشیشا اینا پیشرو بودن، مثل اخوندای ما که انقلاب بودن پیشرو میومدن تو خیابون تظاهرات، اینا رو میزنن خرسه کشته میشن، چند 2000 تای کشته میشه.
بساط مشروطه جمع میشه و استبداد صغیر در روسیه آغاز میشه. مشروطه رو جمع میکنن، یعنی میبندن پارلمان. در ایران 6 ماه بعد، دقیقا میفرمایید، دقیقا 6 ماه بعد، شاپشار، موسیو شاپشار که معلم خصوصی محمد علی شاه است و اون اصلا بزرگش کرده، شاپشار تو گوش محمد علی شاه هی میخونه که ببین ما روس ها چی کردیم، اصلا یعنی چی؟ یعنی مشروطه یعنی که شخص ساورین باید پاسخگو باشه، اکانتبل باشه. بهش یاد میده، میگه ببین اصلا اکانتبلیتی ما نداریم، اینا شوخیه، اینا دارن اینو میخوان از تو. ببین مجلس هنوز نوپاست، ما زدیم چیکار کردیم؟ بساط مجلس دقیقا توپ باران کردیم، بمب باران. بیا شما هم بساطو جمع کن عزیزم. اشتباهی که ما میکنیم میگیم محمد علی شام مثلا محمد علی شام اصلا تو اندازه شعورش نمیرسیده، شاپشال به اون میگه. یکی دیگه شما میدونید اون سرهنگه چی بود، جنرال پاسکوفیش که مال این بود، اسمش اون کسی که میاد مجلس رو به توب میبنده، این نامه به نیکولای دوم مینویسه که اعلی حضرت من نیکولای سرباز وطن آمادم با فرمان شما مجلس ایران رو به توپ ببندم. چرا؟ چون ما قزاقیم و ثبات ایران رو میخواهیم و اینا دارن بی ثباتی میکنن، یعنی شاه اکانتبل میکنن، خلاصه صادر میشه به سمت شما، خلاصه تیر به توف سربالا میشه. اینو باید جمعش بکنیم و تلگرافش هست، میرسه برای فرمانده قفقاز، قفقاز بفرسته برای سن پیترزبورگ، اونا تایید میکنن و این به توپ میبنده. بعدم نخوندیم تاریخ ها، مثلا اینو نمیدونستیم که اصلا، نه که محمد علی شاه آدم خوبیه تقصیر نشه، نه، یعنی میخوام بگم دور از اون انقدر ابله بوده که در دهان او، در ذهن او شاپشال میکنه و این افسرم یادم میاد که به توپ میبنده. و بعد یه نکته دیگه جالبه بدونید بهتون بگم، اسبی که میاد مدرسه میبنده بغلش مسجد سپهسالاره که بعد میشه مسجد مطهری دانشگاه شده. تمام اون اتاق حجره ها عکس است عزیزان، عکسش هست. اون اتاق حجره ها رو دستور میده علف و یونجه میریزن، اسبای این قزاقا رو اونجا میخوابونن، یعنی توی مسجد، مکان، خانه خدا اسب و الاغ میخوابونن، استبلش میکنن. این همه تحقیر، حتی رو... حالا من میخوام بگم ایرانی ها، روحانیت ما که بعد یکی از شعارهایی که این گروه های ترور میدادن، انجمنهای مخفی، یکیش همین شعار بود که میگم مسجد ما استر، همچه چیزی میگن چیچیه گاو و خر شده، مسجد ما چیچیش خوراک گاو و خر، همچه چیزی میشه. ثابت شده است منظورم. 6 ماه جمع میکنن، یعنی هیچ سنخیتی، هیچ ادابتیبیلیتی ما نداریم به کانستیتیوشن. روس ها ندارن، خب ما هم نداریم. و چیکار کردن؟ بساط مجلس رو جمع کردن. دقت بکنید شورای روسیه و شورای ایران 6 ماه فرقشه و استبداد و اینها. در تایید صحبت آقای دکتر ناظر عرض کردم و اینها بدونید، انقلاب کبیر روسیه چون دقت بکنید معطوف به ایران، من سخن گفتم عزیزان، یعنی نمیخواستم زیاد آنالیز بکنم، فقط معطوف خواستم بگم که یعنی وکیل میان نهادهای مذهبی رو میخواد. اگر اونجا اون بالشویسم، ما هم شیعیسم، مگه ما نیستیم؟ مگه انقلاب ما تشیع پرچم الان نیست و اون موقعش هم مگه نداشت؟ بعد اشاره کردم که 100 سال گذشته و لنین و پوتین شرم داره. 2017 بنویسید، راشا 2017 رو بنویسید، ببین هیچی نداره، اصلا سالگرد قرن کردم هیچی ندارن، شرم میکنم بگن انقلاب کردیم، شرم. حالا ما که 44 سال من نگفتم، حالا 100 سال منظور که در تاریخ باید قضاوت بشه در مورد این انقلاب که آیا یک نکبته یا یک انقلابه. انقلاب اکتبر رو عرض میکنم، حالا بالشویک ها اینها. بعد آخرین سخنم آقای دکتر ناظر، لنین میدونی چرا راست میگه گفت من میشم روشنفکر و استالین؟ برای اینکه کشتی فیلسوفان، بنویسید عزیزم فلسفرز بوت، شیپ هم نه، بوت بنویسید، با بوت میبرنشون. تمام اینتلیجنسیا، روشنفکرها، یعنی دانشگاهی ها، تحصیل کرده ها، نمیدونم مصطفی الممالک ها، همین رو که شما میشناسید دیگه، مشیر الدوله ها، محمد علی فروغی ها، نخبگان، علی اکبر ده خدا، تمام اینا مشخص بود. اینا رو میکنن تو دوتا کشتی. چقدر انسان بوده، چون هیولایی به نام استالین اگر میامد تمام رو چیکار میکرد؟ یا جلوی گلوله یا سیبری.
شوخی نداره سیبری، ولی این باز اینقدر شعور شاید نداشت نمیفهمید اول انقلاب بود. اینا رو سال 1920 سوار میکنه میفرسته به هامبورگ، بلیتش رو بهشون میده، اسمشون هم مینویسه، لیستش هم هست. یعنی ناگه ها خالی میشه از روشن فکر. دوستان چون صحبت به درازا میکشه اجازه بدید قطع بکنیم. خب اینم در تایید سخن شما که انقلاب اکتبر به این دلیل تا خالی شد از روشن فکر. دو تا کشتی فرستادن همه رو ریخت، بعد هیولای بنامه چیز شد ایدئولوژیش. بفرمایید عزیزان در خدمت. بله سپاسگزارم. من فقط یک بار مرور کنم، الان نوبت خود من هست، بعد آقای مشعشعی، آقای دکتر جلیگل و مرتضی جان. اگر دوستان دیگه هستن لطفاً به یه شکلی به من بفرمایید که اسم شما رو توی لیست بذارم. آقای اسکندری بازم سپاسگزاری میکنم از صحبتتون. من یه در واقع دو تا سوال دارم. سوال اولم در مورد نکته که شما فرمودین که ما داریم تاریخ روسیه رو با استرلاب نگاه میکنیم ولی قاعدتاً باید با تلسکوپ نگاهش بکنیم. اروپایی‌ها و امریکا روسیه رو با تلسکوپ نگاه میکنن، ما با استرلاب. من فقط میخواستم ببینم استنباطی که من داشتم درست بود. منظورتون این هست که به جای این که در واقع به تک تک جزئیات همون بحث تفاوت آگاهی و حافظه تاریخی، به جای این که به تک تک جزئیات نگاه بکنیم، بیایم به نقش دراز مدتی که روسیه در فرهنگ سیاست ایرانی داشته نگاه بکنیم، آیا این درسته؟ به تلسکوپ رو در واقع به مفهوم یک نگاه کلی و استراتژیک به رابطه ایران و روسیه نگاه بکنیم، نه اینکه به تک تک جزئیات. آیا این استنباط من از این جمله شما درستی یا غلط؟ بله کاملا من در خدمت شما هستم. دقیقاً می‌فرمایید. و سوال دومم از شما، ببخشید بعد خیلی سریع عرض بکنم، سوال دومم این هستش که این بحث در واقع رنجی رو که شما از فرمودین 20 سال و احتمالاً نقشی که روسیه در تحولات ایران داشته فرمودین، شاید بد نباشه حالا یا امروز یا در یک جلسه دیگه که فکر میکنم واقعا به حد کافی این قضیه اهمیت داره، و نگاه بکنیم ببینیم در این درازنای تاریخ، حالا شاید در زمانهای مختلف، این مکانیزمی که روسیه تونسته این نقش عمده رو در تحولات ایران بازی بکنه، این مکانیزم ها، این رخنه های نفوذ، این مجاری که از طریق اونا روسیه این امکان رو پیدا کرده که در تحولات ایران این نقش عمده رو بازی بکنه، این مکانیزم ها رو بهش نگاه بکنیم. اینکه روسیه نقش داشته، بله خب نقش داشته و واقعا باعث رنج هم هست، ولی در زمانهای متفاوت این مجاری و مکانیزم های متفاوتی بوده که روسیه از طریق اونا تونسته این نقش رو بازی کنه. در مثلا فرض کنیم که امروز این مجاری چی هست، چطور میشه با این مجاری برخورد کرد؟ این رو شاید حالا یا اگر به خیلی اختصار امروز و اگر شد در یه جلسه میشه روی این قضیه صحبت کرد. سپاسگزارم. بله چون دوستان دستشون بالا هست اجازه بدید به جلسه دیگر، به خاطر اینکه بین خودمون باشه، حالا اشکال نداره که ضبط میشه، ولی یعنی فیگور چی میگیم، لیترالی واژه بین خودمون رو دوستان برداشت نکنن. لیترالی منظورم این نیست، من فیگوراتیولی منظورم هست. بین خودمون باشه، دو سه نفری که آمدن در اتاق با مقالات من آشنا، کتابم رو خواندند و به این شرط هم آمده بودن که من در این مورد سخن بگم و من بحث خوشیاری شما عزیزان به ویژه رفیق من شرمندم. سخنرانی به شکلی رسید که به نقطه آغاز اون سخن بحث تمام شد و بله من اولا سپاسگزارم و در حیرتم، انصافا حیرتم، علاوه بر اینکه خیلی اپریشییت میکنم، حیرت میکنم از توجه وحشتناک شما به اینکه بله دقیقا لب مطلب اون بود که اسکندری جیم نگفت. و برای همین تو مقالاتم مینویسم، نویسنده نه تنها درباره آنچه مینویسد اکانتبل هست، پاسخگو هست، بلکه آقای اسکندری جو در مورد آنچه هم که نمیگویید اکانتبل هستید، باید پاسخگو باشید. و دیدم حالا چون وارد نیستم و اینها، بعد دیدم بجام پیغام اومده، حالا سعی میکنم دوستان متشکرم و چون وارد نیستم بنویسم عرض میکنم. حالا دیگه انقدر نگید شکست نفسی و نه خیلی اینا نیست، بلد نیستم همزمان این کار رو بکنم. و بله دوستان متوجه شدید و نمیدانم، بگذاریم بر یک جلسه دیگر، زمانی دیگر که
آنچه که مطرح نشد و اسکندریجو نگفت رو مطرح بکنم. من میخواستم به نوعی باب آشنایی با روسیه باشه، اندکی با تاریخچه‌اش، اندکی با فرهنگ اینکه این ارتدوکسی چیه، یعنی روس، روس چیه یعنی ارتدوکسی. اگر نمیتونه اصلا میگه نه نمیشه، جدا نمیشه، اینا با هم نمیشه. بعد اندکی مثال هایی که آوردیم و به ویژه در پرسش و پرسخ ها بیشتر با روسیه هاشم. بعد اون رزنتمنتی که اسکندریجو گفت در آخر سخن و تمام کردیم که حالا انگویش نیست، اگونی نیست، رزنتمنت. ولی چرا؟ برای که من منتظر این رزنتمنت بودم، یعنی خودم 20 ساله میکشم ولی ملت رو عرض میکنم. ولی بحث من این نیستش که ما بیام تر و خشک و بسید. هرگز. من میدونم در اتاق میدانیم منطقه آنچه که ما خروجی تاریخ میخوایم، یعنی باید کلیمی بشیم، حالا نه که راسته که بریم کنیسا دین عوض کنیم. و اینکه دوستی هم که اینجا حضور داشتن میگفتن که اصلا نیستن، که آقا جا اصلا اینا واقعیت تاریخی نیستن عزیز جان، اینا واقعیت حافظه تاریخی هستن. یعنی اهانت به مسیح ما بریم مسیح تاریخی با مطالعه کنیم. ولی میتوانیم رضا شاه رو تاریخی، فتلی شاه رو تاریخی، ولی مسیح و موسی رو نمیتوانیم تاریخی. اصلا به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. ثابت چی رو بکنیم که وجود نداره؟ خب نیچه هم این کار کرده، قبل از نیچه اشتغاس ها کرده. همین نیچه که انقدر دو تا کتاب علیه مسیح مینویسته، تیغ از رو میبنده، در جوانیش سندش هست، اصلا اعلام میکنه در کتاب میلاد تراژدی، یعنی نوعی عذرخواهی میکنه که ببخشید من شکر خوردم، تو دهن اشتغاس میزنه. و تو مقاله که مینویسی در روزنامه که تو بی خود میکنی میگه مسیح تاریخی وجود نداره، اصلا خیلی هم حالا اهانت آمیز، قلم خیلی پولمیک داره، خیلی قلیایی. من اسمش گوشم قلیایی، یعنی بازی، یعنی پهاش بالا، یعنی شکننده. میدونی که وقتی پهاش بالا میشه مثل چیزی فریزه 300 درجه میکنی میشکنه. اسکندریجو هم اونجوری مینویسه. واقعا بخونید نیچه زرتشت رو، فراموشم نکنید ما ایرانی ها امروز دیگه لاغر کتاب مینویسیم که نخونیم. ما کتاب نمینویسیم که بخونیم، نه، کتاب مینویسیم که بگم مثلا اسکندریجو چند مرده علاجه کیه، نه که بخونیم. باره نیچه صریحا حمایت میکنه که این شخصیت وجود داره، ولی در واقع به درد نمیخوره. خودش به این نتیجه میرسه، اصلا نیچه اصلا میگه اصلا مسیح برای من نه حافظی مطرحه نه تاریخی. فراموش نکنید شخصیت ها رو تاریخ رو دو جور باید ببینید، رو دو محور ببینید. یه بردار، یک بردار حافظیه، یعنی هیستوریکال مموری هست. یه بردار دیگه هیستوریکال کانشسنس هست، چون انگلیسی بلدید و استادید منظرم هست. این کانشسنس فرق داره با مموری، اینا با هم دیگه همیشه در چالشن، چالشن. من همیشه واژه سفید، یه مقاله دارم با نام اسکندریجو، بنویسید چالش حافظه تاریخی با آگاهی تاریخی و ببینید کدام هست. اسرائیلی ها همیشه به سمت مموری میرن، هیستوریکال مموری میرن. اصلا اسرائیلی نمیدونه تاریخ یعنی چی، بلد نیست، هیچ تاریخ نمیدونه، ولی تمام کوچه پس کوچه های کنعان رو بلده. مگر ما شیعیان حداقل نام 10 تا از مثلا شهدای کربلا رو نمیدونیم؟ حداقل 10 نفر ببینید. حالا نه که حالا چون پیشینه، خب پیشینه دانشتن که جور نیست عزیزان. اینکه انسان بره اشراف داشته باشه که چرا تشیع ما مثلا در 40 مثلا 3 میلیون 5 میلیون، حالا میگن تا 30 میلیون هم برن، حالا زیاد بشه 50 میلیون برن، خب صحبت من چی کار میتونم کنم؟ من همش حرفم میگم این اینا میرن برای حسین تاریخی نمیرن عزیزان، اینا برای هیستوریکال کانشسنس نمیرن 40. اگر میرفتن فرانسوی هایی که در 1871 20,000 نفر در یک هفته کشته دادن، 20,000 جوان مرد با شعور با غیرت، بانک رو محافظت کرده ولی یک فرانک از بانک بر نیشته، بانکی که پر از طلا بوده، کمونال ها یعنی این، شرافت یعنی این، چند تا بانک بوده، چند تا صندوق صرافی بوده، چند تا مغازه بوده، تمام کمونال ها واسه چیز نکردن، غارت نکردن، اصلا پلات میکنه، غارت نکردن و کشته شدن. و بر خود نیست که من گفتم چیز غلط کرده که مرده، بی خود مرده اصلا، هدایتت اونجا خاک کردیم دیگه. حالا با غلام حسین سعیدی من زیاد میانه ندارم، گفتم اصلا هدایت اگه مرده و نمیدونستیم در پلاشست و کجاست و نقش تاریخی و اهمیتش برای جمهوریتی که جهان از دولت فرانسه داره، که جمهوریت هست، جمهوری فرانسه به جهان دادن دیگه،
مثلا بی خود مرده، نفش قبرش میکنیم، میکشیمش بیرون، حق نداری اونجا بمیری، برو جای دیگه خاکت میکنه. این سخن من که ببینید ستیز نقشه رو ببینید، برای اربعین میرن اصلا با حس اصلا توسعه تاریخی رو نمیشناسن، با کدام هی می نویسن، با هی دو چای اصلا بلد نیستن. اینا امروز در واقع همه کلمی هن. همه کلمی هن. در حال که شیعه هن. همه کلمی هن. کلمی باشه یعنی این، یعنی اتحاد، یعنی سالیداریتی، یعنی آیدنتیتی. خب ما بیام حسودی کنیم، بیام بد بگیم، بیام خب بریم بگیم، مگه نمیگم 300 تا کانال میگن دیگه، من که نمیام اپریشیت کنم، من دارم میگم آقا اینی که را میفته برای حافظه تاریخش میاد، حافظه برای او هولی هست، مقدسه، سیکریته، سیکریت، سکره، سکرمنت یعنی مقدسه، سکرمنتوس. حرف آخرم تا بعد ویا دولوروسا تو اورشلیم بنویسید، حالا بعد از صحبت من، ویا یعنی وای دیگه، دولوروسا یعنی آلام، یعنی رنج، یعنی همین رزنتمنت اسکندری جو 20 ساله میکشه و شما یک هفته میکشید فقط. چقدر بیتاقتید، بکشید. خب خودم شما بیخواب باشید، شما که چون نیچه زرتوش نخواه، اگه میخواندید اون وقت میفهمیدید چرا آینده ما روسی است. این روزو میدیدید دیگه، نباید دقیقا تمام جزئیات بر روسیه منطبق باشه. یه چشمشو میگم، الکساندر دوگین گفته بود تمام کسایی که ساز مخالفت در درون ایران میزنن ستون پنجم نیستن، نه ستون پنجم یعنی با دشمن هم کن، ستون ششم هم رزالت رو میبینی، حماقت تر نداره دیگه. اینشتین هم گفته بود کهکشان تر نداره، نه اسکندر جو میگه رزالت تر نداره، رزالت روسی رو میبینید. میترسم بگم مبادا ایرانی ها یاد میگیرن. میگفت باید در خونه شون رو آپارتمان ها بنویسید اینجا یک خیانتکار، یک ضد ایرانی، یک وطن فروش، یعنی ضد روس منظورشن. خب اگه دوگین بگه که درجه تو ایران چیز میشه، که من میترسم. یعنی بگذاری حالا اون کاری که تالا شده رو همه مثلا کار روسیه، کار ایرانی نیست، بلکه 10 سال پیش 5 سال پیش در روسیه شده. خب چون روسی نمیخونیم، روسیه هم نمیخونیم، خب نمیدونید دیگه این چیزها رو، نمیدونید عزیزان، نمیدانید آنچه در ایران میگذره چند سال پیش در روسیه. متأسفانه روش ها رو خستش فعلا راش نمیدن، شاگردش میره ایران، اگر ببرن بیچاره میشه. آقا یک روزنامه اصلاح طلب هم دیگه اونم دارن میبندن، برای اینکه روس ها اینجوری هستن، روس ها چنین هستن. تو مدرسه بخونید. چرا میگم برای علی کریمی؟ من نمیخواستم بحثم انقدر کوتاه کنم، یعنی تو این باغا بیافتم. علی کریمی باید املاکش چی بشه؟ مصادره بشه. آخه تو این 44 سال شما کجا چنین چیزی شنیده بودی؟ اصلا این حرف ایرانی نیست، این ترجمه یک تز روسیه که من میدانم. املاک رو یعنی دیگه حق نداره سخن بگید، املاک رو اول میگیرن. آخه اینا مال روس هاست، میان ترجمه میکنن به شکل پکیج میفرستن و بعد در ایران پیاده میشه. خیلی هوشیار شدن سایت های روسوفیلی ایران، بسیار باهوشن. مگر عزیزان شما باهوش؟ مگر من تایید نکردم؟ مگر نگفتم اسکندر جو نگفت آنچه باید میگفت؟ نگفتم، ولی خب فهمیدید. چشم، سخنرانی بعدی. سپاسگزارم. و فقط من همین خواهش میکنم که این پاسخ ها را میکنم. بله، من فکر کنم که اون سوال اولی هم که پرسیدم جوابتون مثبت بود، که استنباط من درست. بله بله بله. خیلی متشکرم. ما الان، من فکر کنم چون الان ساعت 6:25 داره به وقت ماست، که فکر کنم ساعت 1:30 تقریبا 1:30 نیست، نیمه شب به وقت شما آقای اسکندری جو می‌بندیم. سنم. بله، ما الان آقای مشعشعی، آقای دکتر حاجی‌گل و آقای پروند رو داریم و اگر اجازه میدید ما با همین سه تا دوستان ببندیم و خواهش میکنم که دوستان هم صحبت ها، کامنت ها و پاسخ ها رو محدود بکنیم به همون 3 دقیقه که بتونیم تا حد اکثر 15-20 دقیقه دیگه جلسه رو ببندیم. آقای مشعشعی بفرمان، خواهش میکنم. با درود به آقای اسکندری جو، من چندین بار مسئول جلسه ایشون بودم، تقریبا آشنا هستم به نظرشون. ولی این تصور برای این جمع، بعضی اشخاص این جمع به وجود میاد که ایشون فقط بحث تاریخی میکنن و نه بحث فلسفی. اگه توجه داشته باشین ایشون راجع به سه صادق هدایت هم یه صحبتی کرد که یه صادق به هدایت بده کار است.
دلیل این صحبت وقت اگنی و رزنمنت رو میکنن، اتفاقا بحث صادق هدایت رو میکنن که ما چرا دین خو هستیم و از اگر دوستان ممکنه رشته صحبت واقعا چیز بود. آقای لطفعلیان اگر ممکنه مایکروفونتون رو ببندید. پریسا جان شما اگر کنترل جلسه شما میتونید ببندید. من الان توی برنامه زوم هستم به زنگ میزنم تو چه ساعتی خوبه برات؟ میتونید خودتون میتونید ببندید. بله آقای مشکل پریسا خانم چیز هستن؟ بله در حال این حرمت جلسه نیست، ما معمولا میبندیم چیز رو هر کسی که اجازه میدیم تو کانون باز میکنیم. بله من اصلا رشته کلامم چیز شد بعد من فکر میکنم آقای اسکندریجو بیشتر درک فلسفی دارن، به خاطر اینکه وقتی صحبت از صادق هدایت میکنن، وقتی راجع به رزنمنت صحبت میکنن، اون درد و رنجی که آقای صادق هدایت دیده رو ایشون میبینن. وقتی راجع به زرتشت صحبت میکنن، وقتی راجع به حتی مصدق صحبت میگیم، مصدق و مصدق بده کاری به جلسه قبلی بود، این رزنمنتشون رو اونجا میتونیم ببینیم. یعنی در واقع دارن یه بحث فلسفی منتاش شواهد تاریخی دارن میدن. من اینطوری گرفتم و اینجاست که من خانایی دینخویی ایرانیا و روسیا رو روسا رو به لحاظ دینخویی میبینم. یعنی این کاملا این موازی این رو موازی رو میبینم. اینجاست که من میگم و متوجه میشم چرا آقای اسکندرجو معتقده که ماها به اصطلاح سرنوشتی بهتر از موسی نخواهیم داشت مگر اینکه به این دین خواهیمون غلبه بکنیم. اگر این کار نکنیم سرنوشتی بهتر از موسی نداریم. و اینجاست که چرا میگم ما به اروپا نزدیک نیستیم. ببخشید من به خاطر اینکه رشته کلامم بریده شد، چرا میگن ما به اروپا نمیتونیم نگاه بکنیم؟ به خاطر این ما رو رنسانس اروپایی نداشت، فلسفه نداشتیم، خب اصلا هنر اندیشیدن نداشتیم. وقتی هنر اندیشیدن نداشتیم که نمیتونیم به اصطلاح یه چیزی رو بسازیم که به اصطلاح فارغ بیشتر از اون چیزی که به اصطلاح مغزمون میاندیشه، مغزمون فکر میکنه برسیم. اینجاست که من فکر کنم انقلاب روسیه هم بدونه که وارد بحث به انقلاب روسیه هم اتفاقا به خاطر دین خویشون بوده، اتفاقا به خاطر دین خویش، یعنی از دین خویی حتی لنین هم به نظر من از دین خویی نبریده بوده. و اینجا این وارد به اصطلاح فلسفه به اصطلاح وارد بولشویسم میشه. ایران هم هنوز به نظر من به اصطلاح درست میگی شما، ما در زمان برژنف هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز به این به جمهوری اسلامی کاری ندارم. من روشنفکرانی که ادعا میکنن دین خو هستن، یعنی چی؟ یعنی هنوز نمیتونن آزاد بیاندیشن. وقتی شما آزاد نمیتونی بیاندیشی، چی میتونی تولید بکنی؟ چه چیزی تولید میکنی بجز اینکه تولید اون فرهنگی رو که در گذشته به اصطلاح داشتی و اینو باز تولید بکنی؟ اگر از این نباری، از این دین خوی خودت نباری، نمیتوانی چیز جدیدی بسازی. و این کاری که رنسانس اروپا کرد و ما دقیقا با شما موافق هستم که چرا ما اروپا نخوانیم. خیلی ممنون. سپاسگزارم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. متشکرم آقای مهندس مشرشری. اتفاقی که از عزیزان حاضر در اتاق خانم زهره تهرانی من اینجا یادداشت کردم جالبه. حالا درست ایشون پرسشی نداشتن آقای مشرشری که من پرسیدم، کامنتی داشتن بر سخن من بسیار جالب بود، تایید میکنم، سپاسگزارم عزیز، چون اشاره کردن آقای سخنشون که با من آشنا هستن با اندیشه. همین که ایشون اشاره کردن، خانم زهره تهرانی، ببینید این که ما میگیم آینده ما روسیه هست، روس ها ایشون هم اشاره کرد، جنبش موومنتی به نام رنسانس ندارن، یعنی بازگشت به یونان، بازگشت به عقلانیت. یعنی ما قرون وسطا هستیم، همه چی مسیحه، یعنی ما الان در کاتولیک در نشستیم در کلیسا سلطه داره و میگه که اومده، دوستان خوندید دیگه حتما، کلیشه شده اینقدر تکرار، میگن که دارن بحث بزرگ میکنن، از تمام جهان کاتولیکی جمع شدن مسیحی ها، اسقف ها دارن بحث میکنن.
به نظر شما چند تا فرشته روی نوک سنجاق میتونه جا بگیره؟ میبینید؟ نه که برشته دین بخنده، اینه اسخفه، اینه غم رو میخوام بگم نگاه کنید. چند تا انجل میتونن روی یه دونه نیدل چیز بشن، به صلاح جا به جا بشن، بشینن و زندگی کنن. چند تا. این یعنی قرون وسطا. خب بعد جنبش آغاز میشه، رنسانس، بازگشت دیگه. بریم به ارسطو رو کشف میکنن، سقراط رو کشف میکنن. چرا؟ چون مسیحیت اجازه نمیده. حالا نیچه هم گفته، اینا دیگه سخن من نیست، اینا سخنایی که من مطالعه کردم. که البته من این جمله مال خودم، انصافا انگلیسی هم دیدم مال من نیست، یعنی کسی ارور، تاریخ ارور میزنه. وقتی که مسیحیت میاد مسیر تاریخ منحرف میشه، یعنی دین که میاد عقلانیت دیالوگی دیالکتیکی، نه دیگه هگلیا دیالوگی اونا، برای همین ایشون گفت اسکندر جون مثلا معطوف فلسفه است، چون آشنا هستن با مثلا کتبش فلسفی، تمام میشه. یعنی تاریخ منحرف میشه، تاریخ 1600 سال گم میشه، ما تاریخ نداریم، همش همینه. ها چه فرق میکنه مثلا قبل از اینکه بیام تعداد ملائکه رو بر روی نوک سنجاق بسنجیم، میام تعداد چیز رو مثلا 200 سال قبلش، حالا مشکلشون چی بوده که آیا اورشلیم اول کعبه بوده یا اونجا که ابراهیم آمده، مال مسلمان ها میگن چیز کعبه، چون میدونی که دین باید کعبه داشته باشه، اصلا دین یعنی کعبه. خب برای چی من در آغاز سخن گفتم بابا ارتدوکس هم کعبه دارن، کعبهشون آتوس، کوه، منطقه است، جزیره است، ویزا باید بگیرید، این همه عربستانی که میریم باید ویزا بگیرید، باید مثلا نمیدونم احرام ببندید، اونا همه رو دارن، اونجوریه، یه منطقه‌ایه میرن اونجا. اینها میگن اورشلیم یا میگن چیزه. وقتی که چیزو میگیرن، بیزانس رو میگیرن، دعوای سر این بود در آیا بیزانس کعبه مسیحیاست، یعنی همین قسطنطنیه، استانبول ترکیه، یا اورشلیم. بعد که جفتشو میگیرن 1453 سلطان مراد فاتح میاد میگیره. شما رفتید استانبول دوستان؟ من واقعا 5 بار رفتم، اصلا عشق میریزم، یعنی دو سالا به عنوان پیشین مسلمان، برای که آخه شرمم خوب چیزی، حالا چیزش کرده مسجد دوباره، دو سال پیش رفت نماز خوند اونجا، حالا تیکش رو گفت، حالا موزه آتاتورک، من گفت آقا ما موزش میکنیم، نه مسجد باشه نه کلیسا، اصلا ساختار که کلیسایی معلومه. بعد اینجا ورش بزرگ نمیشیم الله، محمد، علی، پنجتن آل عبا رو عرض میکنم، بعد شدیم چی؟ مسلمان. خب حالا با بناش چیکار کنیم؟ بند آجر اون از گوشت و خونه مسیح رو فریاد میزنه، یعنی اونا کعبه ارتدوکس ها اونجاست. خب حالا ما کردیم مثلا صبات، حالا ما کردیم اسلام آمد چنین کرد، اسلام 500 سالی که عثمانی ها کردن، عثمانی ها چه تاجی بر سر اروپا گذاشتن، عثمانی ها چی میگیم کانتریبیوشن کالچرالی کردن، تکنیکلی تکنولوژیکلی عثمانی ها 500 سال سلطان محمد خدابنده تا سلطان عبدالمجید دوم تو این 450 سال چیکار کردن برای اروپا؟ چه کردن؟ جز این که میرفتن دخترای پسرای مسیحی رو میگرفتن، میگفتن هر خانواده باید یه پسر بده، حالا اگه خانواده 6 تا پسر داشت 2 تا میگرفتن، یعنی هر 3 تا یکی میگرفتن. بعد به عنوان جان نسال، جان نسال میدونی یعنی چی؟ ما به اعلی حضرت رضا شاه اینا میگن جان نسال، یعنی همینه که میآوردن اخته میکردن و باید دفاع میکردن و فتوحات اسلام میآوردن، اینا میگن جان نسال. همه هم مسیحیان، مجاری و بلغاری و رومانی و آلمانی و فرانسوی، مثلا افتخاری اسمش چی بزنم؟ تمدن؟ این سیویلایزیشنه، یعنی من مسلمان باید افتخار کنم که این ما 450 چه دادیم عثمانی، وای بالا حالا خلفای عباسی و چی دادیم، مثلا اسلام یعنی این. خب عرض کردم که این دیگه اصلا بحث سر این نیست که واقعیت مسیحی یا نه، اصلا بحث نیست، ما مسیح تاریخی چیکار داریم؟ مسیح تاریخی رو میدن تو دانشگاه ها بخونن، یه لقمه نون در بیارن، دانشجو رفته اونجا خونده استاد، ما مسیح حافظی میخوان. برای همین خانم زهره خدمت هست که میبینی ما نه رنسانس داریم، ایرانی ها ندارن، روس ها هم ندارن، ما مدرنیته ندارن، جنبش اون هم ندارن، ما روشنفکر همه برخون، من بارها مقاله نوشتم ما روشنفکر نداریم عزیزان، اهانت به انتلیکچوالیزم موومنت نکنید، به فرانسوی، به ولتر، به مونتسکیو، به ژان ژاک روسو، به جان، اهانت نکنیم ما ایرانی ها که میکنیم، ما روشنفکر نداریم، اونها دارن، اونها این جنبش رو آوردن، ما چی کردیم؟ ما روسی هستیم، یعنی چون مالک روسی هستن غالبا، بنابراین اینتلیجنسیا دارن، ببین چقدر صادقن، میگن ما انتلیکتور نداریم، اینتلیجنسیا دارن،
حالا ایرانی ها شما میگن اینتلیجنسیا، نه اون میشه اینتلیجنس سرویس جاسوسی انگلیسی MI6، منظور من اینتلیجنسیا یعنی روشنگر، یعنی روزنامه‌نگار، یعنی استاد دانشگاه، یعنی حقوقدار. اینا رو میگن یک قشرن یک طبقه. به میگن چی؟ اینتلیجنسیا. ما ایرانی هم اینتلیجنسیا داریم دیگه. حالا به سروش و به اینکه فوت کرد پارسال آقای چی بود؟ نوه حشمت الله همین پیشه چیزا بودم، جنبش مازندرانی شمالی بود، فوت کرد پارسال، فیلسوف ایرانی ها مشهور، فیلسوف معاصر ایران، آرامش دوستدار، آرامش اینا فیلسوف الفلاسفه. به الکساندر دوکن در ایران میگن فیلسوف فیلسوفان. حالا خود روسا میدونن، میبینیسن آقا این اینتلیجنسی هست، یعنی این روشنگره، ترجمهش هم میشه روشنگر. دعوای اسکندرجو لفظ نیست، رو معناست، با لفظ کاری ندارم، معناش، هدفش، خروجیش کار دارم. ما ایرانی اینی برای همین رزنتیمنت رو داریم. من خواستم شما هم اتاقی های خود رزنتیمنت داشته باشه، امیدوارم زود قطع بشه، امیدوارم چون سریع قطع بشه. سپاسگزارم آقای اسکندری. سپاسگزارم آقای حاجری گل، بفرمایید، خواهش میکنم. من از آقای اسکندری جو هم برای سخنرانیشون هم به خاطر بحث گرمی که داریم تشکر میکنم. خودم و طرف بنیاد فرهنگی خیلی زحمت کشیدین و خیلی محبت کردین، وقتتون رو برای سخنرانی و برای بحث به ما دادین. یکی این بود میخواستم بگم. مطلب دیگه اینی که بنیاد ماه آینده هم سخنرانی داره. سخنرانمون آقای دکتر حمید اکبری هستن، یک فعال ملی و استاد دانشگاه مینسوتا هستن. ایشون فردی بود که در چندین سال پیش اینیشیت کرد و از جاهای مختلف کمک گرفت تا تونست اون کرسی دکتر مصدق رو توی یکی از دانشگاه‌های شیکاگو ایجاد بکنه. این سخنران هفته ماه آینده ماست. جزئیاتش رو و تاریخش رو خدمتتون تقدیم میکنیم. مطلب دیگه که باز خبری هست میخواستم خدمتتون بگم، دوستان ما تو کانون فردا شب یه بحثی در مورد جریانه اخیر ایران دارن. قبلا برنامهش دور دیگه بود ولی عوض کردن به این. دوستانی که علاقمند هستن میتونن 7:30 شب به کانون دوستداران تماس بگیرن و در اون بحث شرکت بکنن. من چند تا تو مطلبی بود میخواستم بحث بکنم و چون زیاد صحبت شده راجبش، یکی این که آیا اسکندری جو فرمودن آینده ما روسیه، حال روسیه است. چون بحث زیادی شده دیگه من ترجیح میدم که بحث رو همینجا ببندم، چون فکر نمی کنم مطلب بیشتری بتونم اضافه بکنم به بحث. مطلب دیگه هم که به نظر نمیرسه خیلی چیز باشه، علاقمندی افراد رو جلب کرده باشه، صحبتی که آقای زندی کردن راجع به تأثیراتی که روسیه در مقابل تأثیراتی که آمریکا، تأثیرات منفی که روی ایران داشتن، که اون یه بحث طولانی تری هستش و جزئیات بیشتری رو احتیاج داره. اون رو هم میذاریم برای یک برنامه بعدی. بنابراین من صحبتم رو تموم میکنم. تشکر میکنم از جناب اسکندری جو و تمام دوستانی که برنامه امروز ما شرکت. سپاسگزارم. من فکر نمی‌کنم آقای اسکندری شما چون خواهش می‌کنم، من هم سپاسگزارم عزیزان که برصد با من همراهی کرد. البته ببخشید آقای تروند رو هم ما در انتها داریم. بله بفرمایید. ولی این در واقع پایان جلسه. من فقط خواستم بگم که شما در رابطه با صحبت آقای دکتر حاجی گل، چون موضوع خاصی مطرح نکردن، آقای تروند بفرمایید، خواهش می‌کنم. اتفاقا سوال من هم همین این بودش که الان محمد آقای حاجی گل گفت، قبلا هم همون بهرام اشاره کرده بود. چون دلیل این که اولا واقعا سپاسگزارم از آقای اسکندری جو به خاطری که واقعا تاریخ چندین هزار ساله رو در مدت چند ساعت وسیعاً گفت. واقعا it was huge به قول معروف، چه از نظر فلسفی چه از نظر تاریخی. سپاسگزاریم از شما، زحمتی که کشیدید و اون چیزی که ارائه دادید واقعا جای تقدیر داره. من این اشاره بکنم. من فقط سوالم همین سوالی بود که الان نوان رضا اشاره کرد، و چون من خودم قبل از این که این جلسه شروع بشه به دوستانمون میگفتم
عنوان بحث جلسه ما بودش که علل گرایش روسیه به ایران به شرق و این روی من امفسایز میکردم بخاطر اینی که بازار داغه برای این چیز و از اونجایی هم که خب روسیه همجوری که تو تاریخمون هم نگاه میکنیم و حتی چندین صد سال و مثلا همیشه چه زمان شاه چه زمان قبلش اینا ایران همیشه در تضاد بوده و علیه چیز بوده روسیه بوده و اینکه این عنوان جالب بود که مثلا فکر کردم مثلا البته شو خود آقای اسکندری هم اشاره کرد و واقعا هم جواب داد نسبتا اینی که چطور شد یه دفعه ناخودآگاه مثلا همین هایی که چیز گردانندگان رژیم کنونی که اینقدر در ابتدا سنگ علیه روسیه میزدن یه دفعه اخیراً چیز شد. آیا اینجا نقش یو اس چیه؟ مثلا آمریکا چرا نقشی داره نداره؟ یعنی بحث روز رو من فکر میکردم یه مقدار انتظار داشتم اونجام که همجوری هم که شما اشاره کردیم من فکر کنم بحث مفصلی خواهد بود که شاید مثلا بشه یه جلسه دیگه یه همچین بحثی رو چیز بکنیم دوباره ریکال کنیم جلسه همه. سپاسگزارم. بله سپاسگزارم آقای اسکندری، شما صحبت خاصی دارید؟ نخیر، فقط میخوام جمع بکنم چون ایشون هم مرتضی تروند عزیزم که حالا پرسشی نداشتم، بیشتر کامنت بود و تایید سخنان، ازشون هم سپاسگزارم. بله، اینکه یه مقدار من دیدم دوست عزیزم پرسیدن که خب اگر به فرض ما نگاهمون به شرق نمیشد، عرض کردم که خب اسکندری نگفت در واقع مثلا آمریکا میامد و اون کاری که در سوریه در عراق میکرد، خب اسپکولیشن هست میکرد، اما چون هزینه ها خیلی بالاست از زمان اوباما دیگه آمریکا اون هزینه ها رو نمیده، من مثلا خب این حق دارم میخوام دیالوگ دیگه نظرات رو بگیم، تضارب نظرات رو برایندش رو ببینیم به حقیقت برسیم. من چنین نظری ندارم، نه برای اینکه یعنی چنین برداشت نکنیم که حالا نگاه ما به شرق این خوبی رو داره، لااقل عراق و سوریه نمیشیم. خب حالا چی شدیم راستی دوستان؟ پاسخ اینه، چی شدیم؟ خب عراق و سوریه نشدیم، ولی چی شدیم؟ نرخ تورم حالا نگاه میکنیم با فاکتور اقتصادی مثلا در عراق نگاه میکنیم، حالا نفتشون هم دارن میدن و خیلی مثلا 20%، حالا ما مثلا 50%. خب روسیه که الان آمد مثلا اوکراین رو گرفت، خب الان ببینید روبلشو، این روبلشو بسته، یعنی در واقع معامله روبلی نمیشه، فکر نکن آمده پایین، نه روبلش رفت 120 روبل شد یک دلار، بعد شد 80-90 تا الان کردن با زیرکی 80 دلار 60 دلار، بخاطر اینکه اصلا معامله روبلی ممنوعه، شما اصلا حق ندارید تو کشور دلار داشته باشید. برای همین اگه هوشیار باشید میگم آینده ماست، برای اینکه ماه پیش دولت اعلام کرد که چی، هر کس دلار تو ایران داشته باشه بخواد معامله کنه جرمه، یعنی دلار یعنی تریاک، یعنی اوپیوم، یعنی جرم، یعنی قاچاق. مترجم میشه در سخنم رو باید بگید که منشأش کجاست، از کجا آوردی خودش، یعنی کلی مشکل، یعنی در واقع یعنی عملا معامله نیست. خب حالا اگه حمله هم میشدن باز همینقدر به شما قول میدن همون 30000 تا میمونه، اما خب به واقع این نیست، مثلا ارزش نزدیک به 70-80000 تومان داره با توجه نرخ تورم عرض میکنن. ولی ببین میتونن، خب این کاری نداره، این مدیریت نیست، نوع مهندسی معکوسه، تون پکیج ها رو ما میتونیم اینجا پیاده بکنیم، کاری که با علی دایی به همین راحتی شد. آقا از این بعد اگه سخنی بگی فعلا از ضبط اموالت شروع میکنیم تا بعد یه دادگاه هم برات درست بکنیم، نه به جرم سخنی که گفتی، نه مثلا جرم مواد، این کاری که در روسیه میکنن اصلا یه چیز دیگه است، چیز میکنن مثلا خواهی نخواهی به این سمت میریم عزیزان، در تاریخ شد مشروطه رو چنین کردن، همون که آقای دکتر ناظر گفتن ما تسلسل تاریخی نداریم. منتها من حیرت و ریزنتمنت هم برای این که جامعه ایرانی، آقای دکتر عزیزی بودن که گفتم اصلا تاریخ تر خشک، من فهمی که ما چه بکنیم الان سخن من واقعا اینه، منظورم پروموشن ایده های اسکندری چیه، ما این رو چجوری پروموت بکنیم؟ خب 20 سال پیش من سخن از مثلا روسیه گفتم، الکساندر دوگین گفتم، خب نباید هفته پیش میشد باز دوباره تمام شد، یک فیلم سینمایی بود و تمام شد. خب در حالی که اصلا آنچه که در ایران میگذره ما باید بگیم مقصر یا مؤیدش روسیه هست، حرفم اینه. خب اینو چجوری ما بتونیم رومیزی کنیم، اینو چجوری ما بتونیم پروموتش بکنیم، بتونیم یک نشست بگذاریم، یک میز گرد بیاندازیم، یک جلسه سخنرانی بزنیم. خب من خودم میدانم، نمیخواستم، ولی میدانم که مثلا یکی از عواملش حزب توده هست.
حزب توده نقش بسیار هولناکی داشته در پس از انقلاب. شما ببینید حزب توده در سال 60 اون کودتا رو کیلو داد. اصلا کودتا واقعا کودتا بود که منظورم صادق چیز کشتن خود ساده اینا رو میگن. اون ماهیت کودتا چی بوده؟ مگه میشه اصلا؟ سپاه با اون قدرتش رفتن نزد آیت الله خمینی و بهش گفتن سپاه میخواد کودتا کنه. سپاه دیگه از سپاه که بالاتر نبود. گفت سپاه کودتا نمی کند. سپاه کودتا نمی کند. خب وقتی حزب توده کشف کرد که کودتا شده در ایران. نه. حذف تمام نیروهاست. بعضی ها از قطار پیاده شدن خودشون. بعضی ها را به زور پیاده کرد. اینا را هم گذاشتن جلوی کودتا. طرح روسی بوده اصلا. حزب توده لو میده به دفتر ریاست جمهوری زمان. بخونید تاریخشو ببینید چقدر نقش هولناک داره. نقش مخربه نقش حزب توده. عزیزم انقلاب ما، حالا من جنبش چپو نمیگم، حزب توده رو عرض میکنم. همین الان شما سایت حزب توده رو بخونید و دو تا سایت مشهور دارن، هر روزم افتخارشون اینه، شما بخونید و روسوفیلی سایت روسوفیلی ایرانی رو بخونید. از همدیگه نان قرض میدن، عکس برگردانه، یعنی پکیج روسی رو میگیرن ترجمه میکنن به عنوان تحلیل میدن در سایت فارسی درون ایران. ببینید عزیزا، یعنی حزب توده بسیار شادمانه، ولی وقتی میخونه فقط انگشت حیرته، فقط حیرته که ما ایرانی هستیم و اینم ایرانی هم. روسیه رو ببینید، اول گفت میخوایم ما نازی زدایی کنیم، بعد آمدن 7 میلیون آواره کردن، حداقل 200 هزار تا رو کشته و زخمی کردن، نصف کشور رو نابود کردن، انفراستراکچر رو از بین بردن، کرونا نیامده، مصیبت ثانوی. اینا برای چی اصلا؟ برای چی کو می‌خوایم نازی نابود کنیم؟ الان رفته موبیلایزیشن کرده برای کشور خودش. می‌بینید یعنی الان بعدها میاد، بعد گفته می‌دونید که دیروز انتخابات شده عزیزان، دیروز انتخابات شد، اون منطقه که گرفتن آنکلیو کردن و گفتن مال ماست. یعنی چی؟ یعنی اگه از فردا توپی اونجا بخوره شما به روسیه حمله کنید. و مدودوف معاونش رئیس جمهور سابقشون گفت ما اعلام میکنیم به روسیه حمله کردید، یعنی بمب شیمیایی، بمبای اتمی کوچولو. حالا میخوان شروع کنن. خب ما میخواستیم از آغاز بریم چه کنیم؟ نازی ها رو نابود کنیم دیگه. الان چرا سر از بمب اتم در آوردیم؟ بعد چرا گاز رو برای اروپا بستیم؟ اصلا این کارهای میدونی، یعنی هیچ چیزی به نام منطق در این حرکت نیست، استراتژی توش نیست. و حزب توده مهم نیست حالا او رو بابای روسا چه میکنن. سخن من با حزب توده است. این حزب ایرانیه، این حزب شرافت ایرانی داره. خب این نگاه چیه؟ بارها هم تو مقالاتم نوشتم، آخرین مقالم همینه، رفقای برلینی که قبلتون کرملینه، چرا سکوت نمیکنید؟ لاغر سکوت کنید، اما مسائل داخل ایران بپردازید. چرا اینقدر بهبه و چهچه میزنید؟ به چه کدام پیروزی؟ مگر اوکراینیان نگرفتن؟ نه که حالا انصافارم غیرت دارن. من تو مقاله دوستان نوشتم روسیه آدرس رو اشتباه رفته، یعنی ببخشید نمیخواستیم به زبان ولگاری صحبت بکنیم. ولگاریزم که میدونید چی هست، یعنی کله خری یعنی کله خرتر از روس اوکراینیه. من پنج بار رفتم دیدم کله خرتر از روس اوکراینیه. اینا آدرس رو اشتباه رفتن. بعد میمونن طرف بالتیک، این دو کوچولو هستن، چی هستن؟ بالتیکوم، سه تا کشور هستن، استونیا، لیتوانیا، اونا رو اشتباه آدرس رفتن و قشن جلوشون واسدن. اینقدر نگه سلاح های امریکایی میاد، اگر خب بعد اگه سلاح امریکایی هم افغانی هم غلطی نمیتونست بکنه. کاری با سلاح کار غیرت شرافته که ایستادن دادن دفاع میکنن، کشته میدن صداشون در نمیاد. انگلیسی ها در وقتی که جنگ جهانی دوم میشه لندن و همه شهر نابود کردن، یکیشون پرنده نشد. ولی این جنگ عزیز ایران ما که به ما تجاوز کردن عراقی‌ها، حداقل 2 میلیون از ایران خارج شدن. ولی شما تاریخ بخونید جنگ جهانی دوم، انگلیسی از کشور خارج نشد، زیر بمب مردش، زخمی شد. به این جهت عرض میکنم ما انگلیس نخواهیم شد. آمار نشون میده حداقل 2 میلیون، حالا خدا زیاد کنه شدیم 7 میلیون. نسل بعد شدیم دیگه، تکثیر شدیم. ما ایرانی هستیم. خب عزیزان، مشکل مدرسه انتمنت من اینه که شما چه کمکی میتونید بکنید در پروموشن این ایده که آینده نگام رو به غرب بپذیرید، به شرق. آینده ما خواهی نخواهی روسیه خواهد بود. سپاسگزارم. اما چون نزدیک 3 ساعت هست که در آیه تبریزی اگر کامنت خیلی خیلی خواهش میکنم، من ندیدم
خواستیم که ببندیم جلسه رو. آقای تبریزی اگر خیلی سریع بفرمایید. و بسیار ممنون از آقای استنگرچو که دوشنبه هم خدمتشون بودیم و امروز هم بودیم. و واقعا این بحث خیلی سرنوشتاز و نسبت به امروز هم من ایجاب میکنه که به حساب داشته باشیم. من از شما آقای حجریکو به حساب گروه خواهشم این بود که اگه چون ایشون میخوان که ایثار کنن و اون روز هم مانده دوشنبه هم گفتن که ما میتونیم جلسه های دیگه برای جلسه بعد بنیاد اگه باشه این جلسه رو بکنیم، چون کانون یه فرم دیگه داشته من 6 ماه قبلا پیعین شده. اگه میتونستیم خواهشم این بود که دوباره بکنیم از آقای استنگرچو ادامه این بحث رو که واقعا در حال بسیار ضروری به نظر میشه، بسیار روشنگریشون و آگاهی میده برای جمعیت استفاده کرد. آقا وقت به من ندید، من اسکندرچو آمد تو این اتاق. ببخشید عزیزان، نگوید آنچه که باید میگوید. ایشون حواسم هست. آقا ما در رفتیم از پنجره دارن اسکندرچو رو میکشه تو. آقا بیا اینجا. عزیزم دو سه نفر آمدم و من اسما رو دیدم. حالا یقه من رو خواهان گرفت فردا واتساپ من که آقا نگفتی، مگر قول ندادی؟ میگی حالا قولی نده بودم. بله حالا دوستان رها نمیکنیم. آقا اسکندرچو تشریف بیارید، خیلی دیپلماتیک عرض میکنم. بحث رو که آغاز کردید تمام کنید. و آیه تبریزی چشم، ما توی جلسه هیئت مدیره بنیاد مطرح میکنیم و چون تصمیم میدونیم که دموکراتیک هست بایستی نظر جدی باشه و حتما با آقای کندرجو هم قبلا صحبت کردیم. بله سپاسگزارم آقای تبریزی، سپاسگزارم از پیشنهادتون. بله خانم ترانی اگر صحبت در واقع ادمنستراتیو داریم بفرمایید. من فکر می‌کنم دیگه چون قرار هست که جلسه رو ببندیم، ولی اگر صحبت ادمنستراتیو داریم بفرمایید. نه تشکر، فقط میخواستم چون آقای اسکندریجو چند بار در حین صحبتاشون پاسخ به دیگران به سوال من اشاره کردن، من میخواستم واقعا از ایشون تشکر کنم، بگم که خیلی استفاده کردم و هرچند که هنوز قانع نشدم، ولی خب در این جلسه نمیگنجه که بخوایم راجبش بیشتر بحث کنیم. امیدوارم در جلسات آینده فرصت بیشتری باشه که در ابعاد مختلف این مسئله که شما مطرح کردین فرصت باشه صحبت کنم. بسیار از شما سپاسگزارم. ما نزدیک به یک کمی کمتر از 3 ساعت در خدمت آقای اسکندریجو بودیم و بقیه دوستان به خصوص خود آقای اسکندریجو که از سوئد در خدمتشون هستیم، الان باید ساعت نزدیک به 2:30 باشه. صمیمانه سپاسگزارم از ایشون و بقیه دوستان. امیدوارم که و مطمئنم حداقل برای من بسیار بسیار روشنگر بود، مطمئن هستم که برای بقیه دوستانم به همین شکل بوده. من یک بار دیگه تکرار میکنم صحبتی که آقای دکتر جنگل فرمودن که ماه آینده تاریخ دقیقش رو اعلام خواهیم کرد که آقای دکتر حمید اکبری ما در خدمتشون هستیم. خوشحال میشیم که دوستان رو در این جلسه هم داشته باشیم. خواهش میکنم همونطور که الان آقای تبریزی فرمودن، شما هم لطف بکنین نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو در مورد جلسات دیگه دماوند بفرمایین. ما به هر حال خوشحال میشیم که نگاه بکنیم به این پیشنهادات و طبیعتاً در واقع همراه و همگام با کانون بتونیم که این جلسات روشنگر رو در این منطقه داشته باشیم. آقای اسکندری، من از به نوبه خودم از طرف بنیاد سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر جنگل اگر سخن نهایی داریم بفرمایید که جلسه رو ببندیم. فقط مجددا تشکر میکنم از همه دوستان قبل از همه چیز که اومدن جمع ما رو گرم کردن، مهمتر از همه جناب اسکندریجو که زحمت کشیدن این صحبت رو تهیه کردن، ارائه دادن و بحث گرمی که داشتیم. خیلی ممنون از آقای اسکندریجو، امیدوارم همیشه سالم و شاد و موفق باشن.